عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 25 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی و برابر است با 4 مهر ماه 1399. متاسفانه یا خوشبختانه امروز نمیتونیم برنامه رو به صورت زنده از فیسبوک پخش کنیم و این واقعا هشداری است که آمریکایی‌ها میگن که همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد قرار ندین، چون اگر سبده افتاد شکست همه تخم مرغ‌ها از بین میره. نصفش اینجا بذار، نصفش اونجا بذار، یه سوم اینجا، یه سوم اونجا، یه سوم اونجا. و ما خوشحالیم که این کار رو انجام دادیم. طی سال‌ها تجربه کسب کردیم، خودمون رو به یک جا وابسته نمی‌کنیم که وقتی اون نردبون رو از زیر پای ما برداشت ما ندونیم چجوری از پشت بام بیایم پایین. فیسبوک چند روز پیش نوشت که ما تا 1 ماه نمیتونیم برنامه های زنده بذاریم و یاد آقای اکبری افتادم، یاد سعید از کالیفرنیا افتادم که اینها هم گهگاهی جریمه میشن، توبیخ میشن و به اصطلاح تایم اوت میشن. در هر صورت از تلویزیون مردم، مردم tv.com میتونید تماشا کنید، از یوتیوب میتونید تماشا کنید کانال مردم تیوی رو، و از تویچ اون هم باز میتونید تویچ مردم تیوی اون رو هم تماشا کنید. و اینجوری بهتره که چند جا باشه که اگه یه جا صداش کم بود، صداش زیاد بود یا اشکالی داشت شما برید جاهای دیگه. توی قسمت تویچ من الان اینجا براتون میذارم، مثل که اینجا میتونیم کنارش چیز کنیم به اصطلاح چت یا به هم دیگه کل کلم انجام بدیم و گل بگیم و گل بشنویم. و امیدوارم همیشه اینجوری باشه، آدم ها گل بگن گل بشنون. اگر این ماوس ما هم یکم تق تق میکنه دیگه شما ببخشید به بزرگی خودتون. امروز برای من اومده بود که میخوای $800 بهت تخفیف بدیم برید گوشتو آزمایش کنیم. گفتم فکر کنم ما با این دوستان صحبت میکردیم راجع به صدا کم زیاده. به شوخی من گفتم از کجا معلوم که گوش شما اشکال نداشته باشه. این دستگاه فهمیده و برای ما فرستاده. من آدرس تویچ رو هم گذاشتم روی فیسبوک، نگاه کنید. و بعد از برنامه، موقعی که برنامه آقای ارشاد قسمت 288 آغاز میشه ساعت 4، من این ویدیو رو میذارم روی فیسبوک. خیلی عجیبه، برنامه زنده رو نمیذاره پخش کنیم، لابد میگه این اختیار خودشو نداره که چی میگه. بذار به اصطلاح برنامه های ضبط شده شو بذاره تا بتونیم قشنگ کنترل کنیم. و اما من فکر میکنم اون ویدیویی که باعث شد فیسبوک 1 ماه ما رو محروم کنه، میخواستم بگم محروم کنه از برنامه زنده، ویدیویی هست که دوستمون پتیک فرستاد و گفت اینو بذار. آلمان ها با یهودیان چه کردن؟ باید از خودتون بپرسید یهودی ها با آلمان ها چه کردن. این ویدیو رو که گذاشتم فوری آمد که این در 39 کشور بلاک شد و فلان شد و اینها. شاید اشتباه هم از من بود، چون در دیگ بازه، حیای شما کجا رفته؟ خب تو گروه هایی که میشناختیم گذاشتیم، تو گروه هایی هم که نمیشناختیم رفتیم گذاشتیم. خب اونا هم حق دارن شکایت کنن. و متاسفانه فیسبوک گاهی وقتا وقت نداره بره ببینه کی درست میگه کی غلط. متاسفانه حتی تو دادگاه و اینا هم بعضی وقتا اونایی که بهشون حق باهاشونه هست از به اصطلاح مغموم میشن. کلمه مغموم درست میگم؟ مغموم میشن و بهشون نمیرسه اون حقی رو که به اصطلاح باید بهشون برسه. بذارید من ببینم ضبط میکنه. بله، 2020 سپتامبر 25 ساعت 14:01 شروع کردیم. باورتون میشه دنیا هنوز نرسیده به یه توافقی که همه دنیا صفحه رو 24 ساعت، ساعت رو 24 ساعته حساب کنن، 2 بعد از ظهر بشه 14 و الی آخر. یه جا میگه 2 بعد از ظهر، یه جا میگه 14. و خود همینم هم کلی باعث دردسر و اشکال میشه. خب نشست سالیانه سازمان ملل
به صورت مجازی. آیا شما نگاه میکنید یا اون شور و حال برن تظاهرات و نشون بده میان و میرن؟ و ایران که دیگه قبیله کشی، قبیله میگفتن، لشکر کشی، طایفه‌ای میومدن، یه هواپیما رئیس جمهور و زن و بچه و رئیس جمهور و زنها و بچه هاش میمدن و بعدم اینجا از تو فروشگاه ها که راه میفتادن هی ازشون فیلم میگرفتن و میذاشتن و اینها. ولی ترامپ خیلی کوتاه صحبت کرد و نقاط به اصطلاح اصلیش هم ایران بود. یکی از دوستان من میگه آقا باید افتخار کنیم، هر وقت اخبار رو باز میکنی راجب ایرانه. گفتم آقا راجب بدی ایرانه، راجب تروریست بودنش، راجب صنعت رفته جلو و نمیدونم اینا که نیست که شما ذوق میکنید. بماند عقیده مختلف. نشست سالیانه سازمان ملل به صورت مجازی، این 75 نشست بود و حالا ایران هم صحبتایی کردن. میگم وقتی به این گوش میدی فکر کنی حق با اینه، وقتی به اون گوش میدی فکر کنی به حق با اونه. ولی خداییش حالا که آخوندا اینجا نیستن، آمریکا زور میگه. البته یه نفر گفت آقا آمریکا گردن کلفت، قویه، لاته، هر چی شما بگی. حالا شما با این میخوای بری تو رینگ بوکس، دلخوشیت هم اینه که این 15 نفر تشویق کننده ای که نشستن اینجا، 13 تاش آمریکا رو تشویق نمیکنه. خب نکنه. ولی تو که تو آمریکا توی این رینگ بوکس هستی، آمریکا میزنه صورتت تو، چک و پوزت رو داغون میکنه. دلار 27000 رو نمیدونم 900 تومن، یعنی چک و پوزت داغون شده. بعد آقای روحانی میاد میشینه به مردم میگه چجوری غذا بخورید. برید نگاه کنید، من شوخی نمیکنم، اما دستور غذا خوردن و سالم بودن و اینها رو میده و موندن توش که چه باید کرد. دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، گفتم من نمیدونم چرا نمیان بگن آقا تلاش خودمون رو کردیم نشد، حالا یکی دیگه بیا. یا گرتو بهتر میزنی بستان بزن، که مثال خیلی بدیه اگه اصلش رو بدونین، اونو اجرا کنه. یه فیلم دیدم که راجع به پروژه‌ای در دشت مغان بود، اسمش هم فکر کنم عشق و خیانت روزگاری، یه چیزی اینجوری بود، اصلا نوشته درست نبود، نوشته بود روزگاری بود، عشق و خیانت. بعد میخواد بگه این فیلم مستنده، ولی اولش می‌نویسه این برداشتی آزاد از یک حقیقتی فلان. من نمیدونم ایرانی ها با این جملات بازی میکنن تا من شما رو گیج کنن. خب این تویچ رو ما گذاشتیم اینجا و بغلش نمیدونم نوشته چت استریم، نمیدونم دوستان میتونن چیزی بنویسن یا نه. حالا ننویسین هم بهتره، بذارید ما برنامه رو اجرا کنیم، بعدا شما نظراتتون رو با وسایل مختلف، با پیام و تلفن و اینها بذارید. چون یه مدتی دیگه خیلی هم دوستان شکایت میکردن که آقا همش سرتون تو فیسبوک دارید به این اون جواب میدید و برنامه لوس شده. لوس نه، لوس شده. فکر کنم لوس رو با سه نقطه می نویسن، لوس و نونو رو با سین می نویسن. ما سه تا سه داریم تو ایران فارسی، سه نقطه، سه سین و سه ساد، چرا نمیدونم. خب بله، آمریکا داره به انفجار نزدیک میشه. چرا کلمه انفجار را استفاده میکنن به جای انتخابات؟ چون واقعا شرایطی درست شده، اونم به وسیله ترامپ شارلاتان، که بین خانواده ها، بین دوست ها و فامیل، بین افراد سر کار و اینها واقعا یه درگیری آغاز شده و این مثل یه بشکه بارود منتظر یک جرقه است. این جرقه ممکنه انتخابات باشه و از حالا هم خود ترامپ گفته من اگر بازنده انتخابات بشم انتخابات رو قبول ندارم. طرف دیشب ازش پرسید خب اگه برنده بشی چی؟ باورتون میشه یه آدمی اینقدر پلید باشه؟ ولی دیروز حسابش رو رسیدن. دیروز وقتی که اون خانم جاستیسی که فوت شده بود آوردن دم دیوان عالی گذاشتن اونجا که مردم برن ادای احترام کنن، ترامپ که من فکر نمی کردم هیچ وقت حاضر بشه بیاد اونجا،
به خاطری که نزدیک انتخاباته و میخواد دل مردم رو به دست بیاره آمد اونجا، عروسکش هم همراهش آورده بود، با بگم زنش، خب این که زنش نیست، این با پول اینو خریده، یه روحی که زنه رو نگاه کنید توی میتینگ ها و اینا، دختره میاد رد میشه میخنده تا میره اونها اینجوری میکنه، اصلا خنده تو صورت این زنه نیست، وقتی هم میخنده قلابیه. بماند عروسک شما آورده بود و اینها، بعد مردم فریاد میزدن بو بو، مثل هوه، هو کردن ما ایرانی ها، اینجا میگن بو. وقتی چیز شد بعد فریاد میزدن vote him out، یعنی رای بدین این بره بیرون، و این لحن یعنی رای بدین این گورش گم کنه، vote him out با این صدا و اینا. اینم هی وایساد، هی حالا یه ماسکی هم زده بود رو صورتش و بالاخره مجبور شد در بره، یعنی صحنه رو ترک کنه. ولی برای من جالبه، بعضی از ایرانی ها، مثلا دیروز یه فیلم می دیدم از آقای سعید پرویز صیاد، این دوستان هنوز نمیخوان قبول کنن که آقا شما اگه تو دوره شاه هنرپیشه بودی، گوینده رادیو تلویزیون بودی، من قولت میدم شما یه جورایی مثل همینایی که الان تو دوره شیخ گوینده هستن، ضابطه نیست، فقط رابطه بوده، شما رابطه داشتی، از اون آقای نادر رفیعی بگیر تا اون یکی بگیر تا اون یکی بگیر، هر کدومشون یه دایی، بابایی، عموی، نمیدونم شوهر، ننه، یکی داشتن تو رادیو تلویزیون و فیلم و سینما که اومدن. خانم ها هم که تکلیفشون همون موقع معلوم بود، هم الان لنگ و پاچه رو نشون بده انقدر حقوقت میدیم، لخت باشه سینه ها رو نشون بده انقدر نشون بده. خلاصه پرویز صیاد به نظر من بهتره همون توی دایجان ناپلئون و سفرهای سان فرانسیسکو و بعد اون صمد آقا و آفتاب به دست و اینها بازی کنه و اینها، این باورش شده که حالا هنرپیشن، حالا دیگه سیاست مداره، حالا مفسر، آمده بود با آب و تاب توضیح میداد که اینایی که به بایدن رأی میدن اصلا خیانت به بشریت کردن، اصلا اینا سربازان امام زمان و سربازان خامنه ای هستن. آقا خجالت بکش، آقای پرویز صیاد خجالت بکش، تویی که وقتی من زنگ زدم اینجا برنامه داشتی و میدونستی که من یکی از مخالفین تو هستم و جرأت نکردی صحبت کنی، مجبور کردی خانمت رو به من زنگ بزنه بگه تلفنش اینجا مونده، مثل اون جوکی که طرف عروسیش بود چیزش جا مونده بود تو قصر سلاخونه، خجالت بکشید. اینجوری تنها میای وای میسی، هنوز یه شالگردنی که نمیدونم حالا دیگه این ماسکه یا شالگردنه، چون ایرانی ها دستمالگردن حتی تو تابستون هم میپوشن، اینم یه فکر میکردن این شیکه، کلاس داره، یه چیزی از انگلیسی ها یاد گرفته بودن، میبستن زمستون و تابستون افسار میندازن، حالا خود ما هم کراوات میزنیم ولی دیگه ما. ولی برید نگاه کنید ببینید این پرویز صیاد واقعا دیگه گذاشته جایی که دست هیچ کس نمیرسه، و من نگرانم که اگر ترامپ انتخاب نشه اینا سوم نوامبر ممکنه حالشون بد بشه، قرصای زیر زبون و ایناشون رو آماده کنن و با خودشون داشته باشن. پرویز صیاد، صمد آقای شاه، مفسر زمان آخوندها درباره انتخابات آمریکا. خب لایو استریمینگ ما امروز از یوتیوب انجام میشه و از تلویزیون مردم، مردم tv.com و تویچ. تویچ یه چیزی مثل همون یوتیوبه. تو ایرانی ها من خیلی ندیدم برنامه روی تویچ داشته باشن، ولی توی آمریکایی‌ها اونایی که گیم باز هستن خیلی روی تویچ هستن و خیلی هم پروگرام خوبیه، خیلی ساده هست و میتونه بی نهایت هم بیننده داشته باشه، شما رو محدود نمی‌کنه. از همه اینا بهتر اینه که ازتون پول نمیگیره. بذارید پیام‌های آقای اکبری رو برای شما پلی کنم به قول آمریکایی‌ها، یا پخش کنم و ببینیم ایشون یکی دو تا از فیلمایی که ما گفتیم دیدن و نظرشون رو گفتن. خیلی ممنونم، تشکر میکنم که میگه من نمیخوام به اصطلاح فیلم رو برای اونایی که ندیدن خراب کنم، ولی نظرشون رو درباره فیلم گفته. اتفاقا یکی از اون
دلایلی که باعث میشه بعضیا برن فیلم ببینن اینه که مثلا اگه سوربی با اخلاقیاتش آشنا هستن و میگه من از این فیلم بدم میاد، طرف میگه حالا که سوربی بدش اومده من باید برم ببینم شاید من خوشم بیاد، و برعکسش هم صدق میکنه. اگر سوربی یه فیلمی رو دیده باشه به مزاقش به اصطلاح ساخته باشه، طرف میگه من عقیده و سلیقه‌ام مثل سوربیه، منم میرم تماشا میکنم. این دوتا پیام رو براتون بذاریم. میگه در یک جلسه تاریخی مشترک مجلسین به مناسبت فداکاری های 24 ساله شاهنشاه لقب آریامهر به شاهنشاه تقدیم شد. این طرف گفت آقا حالا میفهمم چرا انقلاب شد. وقتی بچه 8 ساله رو میان مینزه به دستو به فرمان شاه، نمیدونم ولیعهد 8 ساله به ریاست تمام انجمنهای روس فرهنگی و روستایی فلان اینها به اصطلاح انتخاب شد. اصلا اون بالا مینسه به فرمان، این پایین مینسه به انتخاب، یعنی نشون میده مملکت خر تو خر بوده. یادتون باشه یکی از این خر تو خرا من و شما بودیم، من و شما هم عضو اون جامعه بودیم. درسته دولت نمیذاره من و شما آموزش ببینیم، پرورش پیدا کنیم، ولی خود ملت هم مسئول هستن. اگر دوست داشتید در این رابطه هم میتونیم با هم صحبت کنیم. بذارید من پیام ایشون رو پخش کنم. سلام. سلام، من اکبری هستم. فیلم دلخون رو که پیشنهاد کرده بودید دیدم. جامعه امروز ایران داشت نشون میداد، ولی خیلی ایراد داشت. معمولا سعی میشد آخر فیلم ها یه طور به خوبی و خوشی تموم بشه. الان فیلمایی که دارن میسازن اکثرش با طناب دار و زیر پا خالی شدن و مردن و یه چیزا هستش، دل آدم واقعا میگیره. بعد توی فیلم زیاد توضیح نمیخوام بدم راجع به فیلم، شاید کسی دیگه بخواد نگاه کنه. آقای دندون پزشکی بود که شوهر خانم وکیل بود، این نقشش اصلا زیادی بود، کاری نبودش. این تو کار زنه فقط ده. تو کار خانمش دخالت میکرد که وکیل بودش که چطور دفاع میکنی چطور دفاع نمیکنی. رو هم رفته فیلم زیاد جالبی نبودش. در ضمن من اشتباه کردم، به جای چشم پزشک گفتم دندون پزشک. ببین نظرات چجوری فرق میکنه. اتفاقا وجود اون آقای دکتر چشم پزشک شوهر این خانم وکیل میخواست نشون بده که اینا وقتی یک کاری انجام میدن از لحاظ خودشون درسته تو جامعه، ممکنه توی خانوادهشون دچار اشکال بشن، مورد سرزنش قرار بگیرن. در هر صورت ممنونم، شما یه نکته ای رو گفتید و اینکه آخر فیلم ها همش شده اعدام و همش شده تصادف و همش شده نمیدونم چارپایه را از زیر پای طرف میکشن و اینها. یادمه دوره شاه وقتی فیلم های آمریکایی میومد که مثلا طرف فرار میکرد از دست پلیس و میرفت مکزیک، بعد اینا میمدن یه چیزی اضافه میکردن روش، میگفت که و بعد از 3 ماه دستگیر شد. ولی اگه فیلم رو با آمریکاییش نگاه میکردی اصلا همچین چیزی نبود، فلانی بانک رو زده بود و رفته بود مکزیک. دیگه همه میدونستن که اون موقع مکزیک رو نمیدونم اینترنتی نبود و نمیدونم پلیس بین المللی نبود، دیگه طرف رفت برای خودش زندگی میکرد. این شما کاملا درست میگی و متاسفانه ایرانی ها شروع کردن آخر فیلم ها رو هم هی میذارن به اختیار شما که حالا شما تصمیم بگیری که این مرد یا زنده موند، معتاد بود یا ترک کرد، کشته شد یا فلان شد، نمیدونم بدنشو تیکه تیکه کردن، قلبشو اعضای دیگر به دیگران دادن یا نه. دوستان به یه طریقی به من بگید، البته بعدم خودم میتونم امتحان کنم که این صدا و تصویر ما الان خوبه یا نه، چون من فکر میکنم چون روی فیسبوک پخش نمیکنیم با وجودی که 3 جای مختلف پخش میشه، ولی اون دخالت های فیسبوک که صدا رو تنظیم میکنه بالا پایین میکنه، حتی بهتون گفتم فیسبوک اجازه نمیده شما از 2 تا میکروفون استفاده کنید برای یه برنامه زنده، باید یه دستگاه میکسر داشته باشی، میکروفون ها رو بدی به اون. که من الان چند ساله به خاطر کامپیوتر دیگه میکسر رو جمع کردم انداختم پایین، اصلا
برم من فکر نمیکنم بتونم باش کار کنم، پیداش کنم. وقتا میکسر داشتیم مثل ماشین دنده عوض میکرد و فلان اینا. و بذارید اینجا من ممکنه بتونم صدا رو امتحان کنم. صداش خوبه اینجا. اون جوکر شنیدید؟ طرف مسافر بود، تصادف کردن، بعد طرف رفت بالای درخت گفت از اینجا اینجوری به نظر میرسه. اگه نشنیدید بگید تا یه بار براتون بگم. و این فیلم ها اون وقتا با خوبی و خوشی تموم میشد و الان این عب نداره، چون همش این که نمیدونم پسر فقیره بره دختر پولاره رو بگیره و خوب و خوش زندگی کنن، یعنی مردم رو از حالت واقعیت ببرن به یه دنیای خیالی، باعث افسردگی جامعه میشد. برعکس فکر نکنید همش چون خوشی بود جامعه سرخوشی بود، اتفاقا افسرده میشد. طرفی که بنا بود، کارگر بود، محصل بود، میرفت میگه خب چجوری فردین بدون پول رفته عاشق فروزان دختر نمیدونم پولدار شده، خونه و زندگی و فلان، ولی من حتی نمیدونم فامیل اونم به هم نمیدن. اینجوری هم میشد. یک چند مدت بود که فیلمای ایرانی فیلمای قشنگ و خوبی بود و درد جامعه رو نشون میداد، ولی حتما دیدن پول نمیسازن، رفتن سراغ پول ساختن. حالا شما به من بگید این فیلمای ایرانی اصلا پول چجوری میسازن؟ الان که مردم دیگه نمیرن دیویدی بخرن، سیدی بخرن، سینما نمیرن، فیلمای ایرانی که یه سریش برای خونه تماشا در منزل، یه سری در سینما، چجوری پول میسازن؟ این سوال رو آقای پتیک دوست خوبمون در رابطه با بی بی سی و برنامه های آقای بهزاد بلور پرسیده که سوربی اینا با این همه مخارج میرن این کشور اون کشور، بالاخره خرج عیاب و ذهاب داره، رفت آمد داره، هتل داره، خورد و خوراک داره، اینا چون میرن یه جایی میان به جای 8 ساعت در روز احیانا 24 ساعت چارج میکنن، دستمزد میگیرن یا حداقل 16 ساعت دستمزد میگیرن، این مخارج اولا برای چی؟ دوما از کجا میاد؟ خب بی بی سی همتون میدونید که این بریتیش برادکستینگ، یعنی مال دولت بود، ولی چند ساله که عوض شده، اونم قراره مثل تلویزیونای آمریکایی از محل درآمد و فروش برنامه و اینها پول بسازه. ولی شما آگهی میبینید توی بی بی سی؟ کسی میدونه چرا بی بی سی این همه مخارج میکنه که مثلا بره تاجیکستان، مثلا بره نمیدونم خر ملا نصرالدین، شوخی نمیکنم، خر ملا نصرالدین رو به ما نشون بده، بره فلانجا خیام رو به ما نشون بده، بره فلانجا رومی رو به ما نشون بده، چه سودی برای اینا هست؟ حالا اگه بگیم اینا این کار رو میکنن که میخوان به اصطلاح عقاید سیاسی خودشون رو هم به ما چی میگن قالب کنن، تو این که عقاید سیاسی نیست، طرف خیلی هم مجری خوبیه، خیلی راحت ریلکسه، ولی دیگه خیلی زنگوله به خودش میبنده، میره این ور اونور صحبت میکنه، یا بلند میشه از اونجا میاد کالیفرنیا برنامه خانم گوگوش رو مثلا یه ساعت، وقت تولید این شما فکر نکنید این یه ساعته به سوربی بیاد روشن کنه و بشینه، این دو هفته سه هفته فقط ساختنشه، این پروداکشنه. حالا پری پروداکشن اون خودش ماها ممکنه تماس بگیرن با این با اون، کجا بیام چیکار کنیم، کجا هتل داشته باشیم فلان اینا، تا برن مثلا فلان برنامه رو ضبط و ربط و پخشش کنن و درست کنن. بعدش هم کلی وقت طول میکشه که پست پروداکشن یا تدوین و ادیت و چی رو نشون بدیم چی رو نشون ندیم. اینجا پسر گوگوش آوردیم خیلی بیحال و دراز و دندوناش من نمیدونم چرا مسواک نمیزنه، اینو کات کنیم یا فلان. ما هر روز میام اینجا دو سه تا دشمن برای خودمون درست میکنیم، بشمارید فعلا پرویز صیاد، پسر گوگوش و الی آخر. این بدبخت همین که میگیم پسر گوگوش یعنی دیگه ذلیله، چون اگه یکی به من بگه پسر مثلا فلانی یعنی من وجود ندارم. هیچ که نمیگه کامبیز قربانی، به دلیل اینکه این با محمود قربانی و اینا اشکال داشتن، گوگوش جدا شدن، بعد این به عنوان پسر گوگوش شناخته شده نه به عنوان کامبیز قربانی، و هیچی هم نشد در صحنه هنری و اینا. بهتون گفتم که امروز ساعت 4 برنامه آقای حسن
ارشاد رو داریم از ایران و این برنامه شماره 288 هست. آفرین به پشتکار ایشون و آفرین به دوستانی که حمایت میکنن. پیام های آقای اکبری رو پخش کردم و حتما شما از خودتون میپرسید که چطور شد که مردم که انقلاب کردن و شاه رو اونجوری ذلیلانه از ایران فراری دادن الان بعضی ها بر میگردن. حتی دیدم یه آقای به نام شایان آمده گفته ما گند زدیم، اشتباه کردیم. قبلا هم استاد دانشگاه یه آقای پیرمردی بود که تو ایرانم این برون بر میرم، اونم همینو گفته بود. ولی یه نوشته ای رو دوست خوب ما خانم ماندانا فرستادن، من براتون میخونم. این خیلی جالبه و گویای حقیقتی هست که قابل تأمل و تحمل و فکر کردنه. دلیل گرایش مردم به حکومت پهلوی، بله سوربی میاد میگه صد رحمت به اون کفن دزد اولی، این خیلی ساده توی جمله توضیح میده، ولی نوشته ای که به قول معروف ایشون داستان تصویری، یعنی یه داستانی برای من و شما تصویر میکنه یا ما با تو ذهنمون تصور کنیم. میگه که یه عمه کوکبی داشتیم که شوهری داشت به اسم مراد که خیلی بد اخلاق بود، فوش میداد، معتاد بود، دست به زن هم داشت. خلاصه‌شو بگم، گفت عمه کوکب که سه تا قد و نیم قد داشت. گفت میخوام عمه کوکب که سه تا قد و نیم قد داشت، یادتونه وقتی یه نفر چند تا بچه داشت میگفتن بچه های قد و نیم قد، یعنی بلند و کوتاه و اینها، گفت دیگه میخواد از مراد طلاق بگیره. مراد هم گفت بچه ها رو جای مهرت بردار و برو، یا جای مهریه بردار و برو. عمه کوکب طلاقش رو گرفت، بعد چند سال شوهر کرد به مشرجب. شاه رفت، آقا مراد، مشرجب، آخونده آمدن. عمه کوکب طلاقش گرفت و بعد از چند سال شوهر کرد به مشرجب. از شانس بعد مشرجب شوهر خوبی برای عمه کوکب نبود. خلاصه‌شو بگم، اونم هر روز با عمه کوکب دعوا و مرافع داشتن. عمه کوکب برای اینکه لج مشرجب رو در بیاره موقع دعوا مرافع همش از خوبی های شوهر قبلیش مراد میگفت. میگفت مثلا اگه مراد دست به زن داشت حداقل خرجی میداد، خرجی میداد، اما تو چی؟ مراد حداقل یه قیافه ای داشت، تو چی؟ مراد لااقل موقعی که نشه بود به ما محبت میکرد، تو چی؟ با گفتن این حرفا عمه کوکب هم خودش رو خالی میکرد و هم لج مشرجب رو در میآورد. اما جالبش اینجا بود که بعد چند سال کم کم خود عمه کوکب هم باورش شده بود که مراد آدم خوبی بوده. پاک یادش رفته بود که مراد چه بلاهایی به سرش آورده بود که با این قد و نیم قدها حاضر شده بود طلاق بگیره، چه کتک هایی خورده بود یادش رفته بود، تا جایی که بچه هاش به عمه کوکب میگفتن تو که شوهر به این خوبی داشتی چرا طلاق گرفتی و ما را آواره کردی. خب کار به جایی رسیده بود که همه اونایی که مراد رو ندیده بودن، این جوانایی که خبر ندارم، کار به جایی رسیده بود که همه اونایی که مراد رو ندیده بودن فکر میکردن مراد چه شوهر ایدئالی بوده، احتمالاً کوکن خانم زبونم لال زیر سرش بلند شده و عاشق مشرجب شده، بعدش سر ناسازگاری گذاشته و مراد طلاقش داده و رفته شده زن مشرجب. داستان امروز ما با مملکتمون منو یاد عمه کوکب با مراد و مشرجبش میندازه. ملت سال 57 انقلاب کرد تا از دست خاندان پهلوی راحت بشه و حالا هممون منتقد وضع موجود هستیم. یه جوری از پهلوی صحبت میکنیم انگار اون موقع مردم ما تو بهش زندگی میکردن و ما با پشت پا زدن به مدینه فاضله‌ای که پهلوی برامون ساخته بود خودمون رو انداختیم تو بغل مشرجب.
واقعیت اینه که هیچ ملتی را در هیچ جای تاریخ سراغ نداریم که خودش رو بندازه وسط خیابون و گلوله که بخواد حکومت رو عوض کنه. اینه که به ما القا میکنن که ایرانی ها از سر سیری و یا دخالت اجنبی علیه پهلوی ها قیام کردن نوعی توهین به مردم ایران نیست؟ فرض که ملت بی سواد بودن و فریب خوردن و پهلوی حکومت ایدئال بود، چطور 95% مردم یک کشور فریب خوردن؟ توده‌ای ها چرا فریب خوردن؟ مارکسیست ها چرا قیام کردن؟ حزب دموکرات کومله چرا علیه شاه قیام کرد؟ اونها هم نمایندگان اجنبی ها بودن؟ حزب فرقان یا فرقان بله نماینده کدام اجنبی بود؟ مجاهدین خلق به کجا وابسته بودند؟ اگر مذهبی ها فریب خوردن، نهضت اسلامی چرا فریب خورد؟ هیئت مؤتلفه چرا فریب خورد؟ جبهه ملی کجا بود و چرا فریب خورد؟ اینکه 95% مردم یک کشور علیه حکومت ایدئال خود قیام کنند و ما اونها رو احساساتی بنامیم، نوعی توهین به مردم ایران، اونم مردم دهه 30، 40 و 50 نیست؟ فرض دیگه‌ای که برای خودمون بافتیم اینه که دولت‌های غربی شاه را سرنگون کردند چون مخالف شاه بودند. البته که دولت‌های غربی هیچگاه با یک کشور مقتدر، آن هم در خاورمیانه، موافق نبوده و نیستند. اما با این فرض چرا دولت‌های غربی تونستن این کار را بکنند؟ مگر غیر از اینی که به قول سرلشکر زاهدی اگر ما ایراد نداشتیم انقلاب نمی‌شد؟ این سرلشکر زاهدی نیست، این پسر سرلشکر زاهدی، اردشیر زاهدی دراز بیغواره، این اشتباهه. امروز البته سرلشکر زاهدی در اون کودتای 28 مرداد نقش مهمی داشته. اگر مذهبی ها فریب خوردن، نهضت اسلامی چرا فریب خورد؟ هیئت مؤتلفه چرا فریب خورد؟ جبهه ملی؟ این برگشتم بالا، ببخشید. بله، سرلشکر زاهدی. امروز در یک تفکر غلط سیاه و سفید گیر افتاده ایم و نقد وضع موجود را مساوی بر تایید حکومت پهلوی می دانیم و نتیجه این که به دنبال یک عقبگرد تاریخی هستیم تا استبداد پهلوی را تطهیر کنیم، اگرچه اغلب کسانی که در سال 57 انقلاب کردند اکنون در میان ما نیستند، اما هنوز اسنادی هست که ممان بگوید ملت ایران از سر احساسات قیام نکرد. کودتای 28 مرداد که دروغ نبود، اشغال ایران در زمان متفقین که داستان نیست. آیا گزارش سازمان عفو بین المللی در سال 54 را میتوان انکار کرد که در این گزارش ایران را بدترین نقض کننده حقوق بشر معرفی میکند؟ رأی کمیته بین المللی حقوقدانان ژنو مبنی بر نقض حقوق شهروندی توسط حکومت را چگونه میتوان توجیه کرد؟ آیا نامه سرگشاده سازمان حقوق بشر به شاه را میتوان انکار کرد که از شاه میخواهد که وضعیت رقتبار مردم ایران پایان یابد؟ کتاب فردوس در مورد خاندان پهلوی را که وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی چاپ نکرده که از فساد خاندان پهلوی پرده برمی‌دارد، آیا عملکرد غلط جمهوری اسلامی میتواند جمعه سیاه را از یاد ما ببرد؟ کشتار مردم تبریز را می توانید از ذهن خود پاک کنید؟ کشته شدن دانش آموزان و دانشجویان در 13 آبان را چطور؟ عکس ها و فیلم های کشتار مردم در میدان ژاله در 17 شهریور که فتوشاپ نیستند، آیا می توان گزارش کمیته حقیقت یاب را که پس از 15 سال اجازه بازرسی از زندان های ساواک را میداد نادیده گرفت؟ گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل را مبنی بر قاچاق سازمان یافته مواد مخدر توسط خاندان پهلوی را میتوان دروغ فرض کرد؟ در نهایت اینکه اگر امروز گرفتار مش رجب هستیم، مراد را تطهیر نکنیم. تقصیر مراد بود که امروز گیر مش رجبی. من اینو بارها گفتم. بله، خیلی ممنون. اینجا دارم نگاه میکنم که ببینم دوستان اگه خواستن روی فیسبوک چیزی بنویسن من بتونم بخونم، و احتمالاً چون روی وبسایت دیگه ای دارن نگاه میکنن
اینجا چیزی نمی نویسن، مهمم نیست. امروز با آقای فرزاد نیساری هستیم. خب اون آقای افکاری که اعدام شد احیانا دیگه ما هفته دیگه یادمون میره، دیدم آقای مجتبی واحدی گفت من 6 ماه دیگه یادم میره. من فکر نمی کنم آقای واحدی تا 6 ماه دیگه هم شما یادتون باشه. ولی جالب بود که بعدش آقای فرزاد نیساری، این همشهری عزیز ما، یک فراخوانی نوشته بود، نوشته بود فراخوان فراحزبی به تمام انسانهای به اصطلاح خوب، بیاین نمیدونم $1,000 بدید تا جان یه انسانی رو که قرار اعدام بشه نجات بدیم، این پولو بدیم. گفتم آقا $150,000 28 تومنی 27 تومنی میشه 4.5 میلیارد، این خیلی زیاده، پول زیادیه. بعد شما داری از خانواده فقرا صحبت میکنی، به نظر من باید حقوق استواره رو که زده آدم و کشته بدن به اونا، مشکلم حل میشه. این استواره بره سر کار، بگن بیا به اصطلاح خرجی اینا رو بده. و این یه موزل بزرگ دوستان، اینی که من و شما مخالف اعدام باشیم حقمونه، ولی گاهی وقتی هم از خودمون بپرسیم که اگر برادر ما رو کشته باشن، اگر خانواده ما رو کشته باشن، ما نظرمون درباره قاتل، اونم قتل عمد، نه اینکه مثلا طرف با ماشین تصادف کرده، آقا طرف مست با ماشین تصادف میکنه یه نفر میکشه، این باید بره زندان، باید جواب پس بده. ضمن اینکه همه میدونن آقا وقتی مستی عقلت کار نمیکنه، یعنی شما میتونی بری جز اونایی که دیوونه هستی اون موقع، ولی با همه اینا جامعه برای که این شهر رو شهروندی رو بتونه کنترل کنه یه سری قوانین گذاشته. برید نگاه کنید آقای کلینتون وقتی که رئیس جمهور بود، یه آقا پسری از این لوس و نونورا بلند شد و رفته بود یه کشوری، الان یادم نیست، یا سنگاپور بود کجاست خیلی تمیزه، یا مالزی بود، و قانون اینا اینه آقا شما نمیتونید برید قلم ورداری هر جا دلت خواست خط بکشی. گویا رفته بود یه چیزایی نوشته بود رو در دیوار و اینا، گرفتن گفتن میخوایم شلاقت بزنیم. پدر و مادر این التماس، گریه، زاری که آقای کلینتون تو قدرت داری، قوی ترین دفتر دنیا، آفیس دنیا، وایت هاوس دستته. گفت ببین این رفته تو اون مملکت، قانون اون مملکت رو شکونده و باید جرمش، به اصطلاح اینجا میگن you did the crime you should do the time، یعنی یه جرمی مرتکب شدی، حالا محکوم شدی، برو زندان آب خنک بخور. این من از اینجا اگه برم تگزاس، میدونم تو تگزاس هنوز قانون اعدام هست، یه جرمی رو که اگر اینجا مرتکب بشم بهم میدن ابد، اونجا اعدام میکنن. خب آقا باید بدونه طرف استوار ارتش بوده، قوانین رو باید بهتر از من و شما بدونه. بعد به دوستمون نوشتیم خب آقا این چی شده، بنویسید که چی شده. مثل اون آقایی که الان رفته کانادا نشسته، نوشته معلم تبعیدی. میگم آقا کسی شما رو تبعید نکرده، دو تا از پسرهای شما با اسلحه رفتن تو بازار طلا فروشا و خواستن دزدی کنن، فیلم و ویدیو گرفتنشون، اعدامشون کرده. من باشون هم مصاحبه کردم، آدم دلشم ریش میشه. ولی عزیز من اگه اونام این کارو نکنن، هر جوونی فردا به جای اینکه بره یه ماشین بخره مسافرکشی کنه، میره دورای چنارشاه جون یه اسلحه میخره، میاد تو بازار طلا فروشا. نه اصلا جامعه رو نمیشه کنترل کنید. حالا قراره با آقای نیساری ساعت 3 بعد از ظهر صحبتی داشته باشیم، ببینیم ایشون کلن نظرش چیه. اگه ایشون امروز مسئول دولت بود، مسئول دستگاه قضا، چه کار میکرد؟ ما میگیم حالا قصاص نبود، قبل از قصاص و قبل از جمهوری اسلامی چی بوده توی دادگاه ایران؟ اگه یه نفر میکشت به اصطلاح جرمش چی میشد؟ و این یه موزل خیلی بزرگی. بهتون گفتم خود من یکی از اونایی بودم که باور داشتم به کپیتال پانیشمنت. کپیتال پانیشمنت یعنی دیگه چی میگن، چیزی که از اون بالاتر نیست، یعنی طرف رو نمیگن شلاق میزنیم یا زندان میکنیم، اعدامش میکنن. بعدن این با آقای دکتر ناصر طهماسبی میومد تو تلویزیون صحبت میکردیم، ایشون گفت که
شما نگاه کن، ما به کسی جون ندادیم، نه که دکتره بیشتر روی جان و اینا چیز میکنه، گفت ما به کسی جان ندادیم، ما بهشون حق شهروندی دادیم و میتونیم این حق رو ازشون بگیریم. ما بهش آزاد گذاشتیم که بیان تو این خیابون، میتونیم این خیابون رو ببندیم یا اونو بگیم نیا اینجا، میتونیم بگیم تو این شهر نیا، میتونیم تبعیدش کنیم، بگیم برو فلانجا دیگه اینجا پیدات نشه. همین در همین آمریکا هنوز تبعید هست به یه جورایی، طرف رو میگن شما تا 100 مایل تا 100 فلانی نمیتونی بیای اینجا، یا متر یا کیلومتر، طرف مجبور میشه بره یه جای دیگه چون زندگیشو به هم میریزه. و اما بحث خیلی زیاده، اجازه بدین که درباره چیزهای مختلف صحبت کنیم تا برنامه‌مون یک نواخت و خسته کننده نباشه. و من این نمیدونم اینو اینجوری بهتون نشون بدم یا بذارید بهتر اینجوری نشون بدم، حالا که ما اختیار همه چیز دست خودمونه. اینو آخه به سه زبانم نوشته، فارسی نوشته، فرانسوی نوشته، عکسم انداخته، اینجوری نشون بدم، همونجوری که آقای آریان پور لطف کرد فرستاده و نوشته که اونهایی که نشستید که دین از دولت جدا بشه، اونایی که نشستید که مردم برن به طرف به اصطلاح هر کسی دین خودش برای خودش و برای قلبش و برای خونش هست، ببینید اولین زن امام جماعت در فرانسه امروز بدون حجاب نماز را برگزار کرد. البته این مال قبله، مال امروز روز جمعه و نماز جمعه نیست، من قبلا هم این خانمو دیدم که آقایونو خانوما پشت سرش به اصطلاح نماز میخونن، میتونن بدون حجاب نماز بخونن و میتونن هم همردیف هم وایسن، چون میدونید اونایی که میرن نماز جماعت باور دارن که خانوما باید عقب باشن، پشت سر مردا باشن. میگه او به خبرنگاران گفت زن و مرد باید با هم برابر باشن در پوشش، ما زنان هم بدون حجاب اقامه نماز جماعت میکنیم. امام جماعت زن در پاریس قوقا کرده، او که امام 60 زن و مرد بوده دو مورد معمول را شکسته، بی حجاب اسلامی امامت را داشته و زنان و مردان پشت سر او کنار یکدیگر نماز جماعت را انجام دادند. او اعلام کرده در هیچ جای دین اسلام حجاب داشتن برای زنان اجباری نیست. ممنونم از آقای آریان پور، روی فیسبوک با ایشون در تماس بشین، ویدیوهایی که میفرستن و اینها خیلی جالبه. آقای بهرام خسروی پیامی گذاشته، من ببینم راجع به برنامه است یا میخوان که من بعداً باشون تماس بگیرم. سلام کردم آقای سوربی، بهرامی هستم از نیویورک. سوربی جان امیدوارم که حال خوب باشه. هفته پیش من برای شما دو تا مسیج گذاشتم، یه مسیج راجع به شیرا بود که برای خودتون بود. بله، این آقای خسرو بهرامی اگر لطف میکرد و اول پیام ها میگفت که این پیام برای شماست یا برای برنامه، من بسیار ممنون میشدم. بله، درباره اون شیرها احیانا ایشون نمیخواسته مثلا من تو برنامه بگم، ولی ما چیزی نداریم که بخوایم مخفی کنیم. شما یا دوست دیگه سری از این شیرهای سنگ مرمر دارن، میخوایم بفروشین، به من پیشنهاد کردین، من گفتم من فروشنده خوبی نیستم و من همیشه ترجیح میدم با دوستان و فامیل داخل هیچ معامله‌ای نشم، چون بعدش اشکال پیش میاد، مخصوصا معامله‌های اینجوری که مثلا من این عکس رو نشون میدم، آقای اکبری از این شیر خوشش میاد، با شما تماس میگیره، شما یادت میره بپرسی آقای اکبری از کجا این شیر رو دیدی، آقای اکبری هم یادش میره به شما بگه آقا این شیر رو من آگهیش رو تو تلویزیون مردم دیدم، از اونجا این وسط کمیسیون ما میپره. بعد یه سال من آقای اکبری رو میبینم، میگم آقا عجب شیر قشنگی در خونت گذاشتی، میگه آره دیگه شما نشون دادی من از دوستت خریدم، هم من از اون دلخور میشم، هم من از شما دلخور میشم، هم میگم شما پول از من دزدیدی، هم شما میگه آقا بلا هیچ کس به من نگفته. اینه که سر بی درد رو دستمال نبندی، معاملات و کارها رو خیلی ساده. من یکی از فامیلامون تماس گرفت، گفت من الان که شما بازنشسته شدی میتونم یه سری وسایل رو بفرستم اینجا، قانونی درست هیچ چیزی هم نیست، شما اونجا
پولم لازم نیست بدی، اینا میاد شما بفروش، اولم سود خودت بردار، باقیشو بفرست برای من. گفتم من اصلا نمیخوام این کارو انجام بدم به سه دلیل. یکی که نمیخوام تو کار خرید فروش باشم، دو اینکه شما فامیلم هستی، سه اینکه شما رو خیلی دوست دارم. و گفتم نمیخوام این کارو انجام بدم. در صورت آقای خسرو بهرامی لطف کن پیام که میذاری اولش بگو که پیام خصوصیه تا من بعد برنامه گوش کنم، یا بگو پیام برای برنامه است تا من پخش کنم. دوباره ایشون یه پیام گذاشته، بذارید ببینیم که سلام عرض کردم آقای سوربی، برنامه هستم، دوباره مزاحمتون شدم، برنامه شما رو الان دنبال میکنم. موضوعی هم که گفتیم راجع به اون پسر جوانی تو سنگاپور بود، زمان کلینتون آدانس میخورد تو خیابون، شما تو سنگاپور اجازه ندارین آدانس بخورین. باستم تصفیق کنم حرفتونو که راجع به این جوان صحبت کردین، موضوعش این بوده که میخواستم یادآوری کنم خدمت. خیلی ممنون، شما کاملا درست میگید. یه چیزی بود که برای ما اصلا خیلی خنده آوره، آقا طرف آدامس خورده، حالا فکر کنه آدامس هم انداخته بود زمین، یه کاری کرده بود، در هر صورت قانون اونجا، آقا اگه میگن اینجا آدامس نخور، اگه خوردی جریمت میکنیم، خب نخور یا نرو اونجا یا برو قانونشون رو عوض کن بعدن آدامس بخور. در هر صورت با آقای نیساری صحبت میکنیم ببینیم که نظر ایشون چیه. خیلی ممنون آقای خسرو بهرامی، و به نظر میاد که شما متوجه شدید ما روی فیسبوک پخش نمیشیم، مردم tv.com و یوتیوب چنل و تویچ. اینم از این. و باور کنید بعضی وقتا ما همینجوری نخواسته به یه راهایی میریم، اینجا میریم اونجا میریم. من الان یه چیزی هم آوردودم گذاشتودم اینجا که اینستاگرامم با این به اصطلاح پخش کنم، بعد گفتم بابا همون دوباره در دیگ بازه. شما میبینید با این سپایه ها با این تلفنتون میتونید چیز کنید، چی میگن، بذارید اینستاگرام پخش کنید، اونو پخش کنید، اونو پخش کنید. ولی آقا شما اگه 20 تا بیننده داری، از 10 تا پروگرام که پخش میکنی، دو تا اینجا به خودت فشار میاد، به دستگاه فشار میاد. بعدم ماها دیگه سنی از اون گذشته. این آقای ایران بومی یه حرف خیلی قشنگی به من زد، گفت خواستن در حد توان توانستن است. به ما غلط یاد دادن خواستن توانستن است. آقا من امروز دلم میخواد این شیر نیویورک رو وردارم بیام اینجا، آقا نمیتونم که برم وردارم بیام، باید حدش پیدا کنم، توانم چیه، یه ماشین تهیه کنم، اصلا با اینا صحبت کنم، به من این شیر رو میدن، حالا من رفتم اونجا، من آقای بهرامی این شیر رو میتونیم بزنیم تو این پیکاپ تراک، یا باید دستگاه جرثقیل داشته باشیم. یعنی آخر در صورت ما ناخواسته درگیر این مسائل میشیم. طرف میاد میگه آقا چرا رو تلگرام نیستی، چرا آقا رو اینستاگرام نیستی، آقا همه اینا مال یه نفره، اون همه رو اینجوری خریده که ماها رو هی بفرسته تو اتاقای دیگه. مثل یه خونه که بچه‌ها وقتی سر صدا میکنن به بچه‌ها میگه شما برین توی این اتاق تلویزیون نگاه کنین، کوچیکترا برن اینجا بازی کنن، بزرگترا بشینن اونجا کتاب نگاه کنن. این دستگاه‌های سوشال مدیا ماها رو مثل بچه‌هایی که نمیتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم این کارو کرده. و الا چه اجباری بوده که آقای فیسبوک بیاد اینستاگرامو بخره؟ اونم میاد تا را میفته به این میگه آقا نگاه کن انقدر اومدن، اونم میگه اوکی چند میلیارد بدین به این. برای اینا میلیارد و اینا دیگه شده از پول مونوپولی. پول مونوپولی میدونی چیه، بازی ها، این بچه ها کاغذهای روش نوشته $100,000 اینجوری شده. و واقعا اگه من و شما یه روزی پول دار بشیم، پول برامون همینه دیگه، ما پولو که دستمون نمیاد که آقای اکبری $100,000 بریز به حساب من، $100,000 میریزه، یه نگاه میکنیم آمده تموم شد. هیچ اون لذت داشتن، اون لذت نگه داشتن دیگه نیست، وجود نداره، از بین رفت. و این رو سالها روش کار کردن که من و شما نگاه کنید الان این کیف بنده خدای من اصلا مثل حامله شده از این کردیت کارت ها، یکیش مال بنزینه، یکیش مال کاسکوه، یکیش مال والمارته، یکیش مال بدهکاریه، یکیش مال الحمدلله طلبکاری که نداریم، اصلا دیوانه کننده شده این زندگی. چیکار کنیم؟
خودمون هستیم که میتونیم سادش کنیم، کنترلش کنیم، آسونش کنیم، به جای 10 تا کردیت کارت از یک کردیت کارت استفاده کنیم و الی آخر. خب اینم از این ماجرا. باز هم ممنون از شما. بریم ببینیم اینجا دیگه چی گذاشتیم تا براتون پخش کنیم. بله، نوشته تبریک به کسانی که به دنبال جدایی دین از حکومت هستن، پیروز و موفق باقی بمانید. اولین زن امام جمعه، چی میگه اولین زن چی میشه امام جماعت، رکورد ابتلای روزانه به ویروس کرونا در فرانسه و بریتانیا شکست. ایران هم وضعیت خیلی خرابی داره، آمریکا هم وضعیت خیلی بدی داره و متاسفانه تو آمریکا این ترامپ نادان که الان رئیس دولت مرکزیه با دولت‌های محلی در افتاده. مثلا الان اومده پول نیویورک، همین جایی که آقای خسرو بهرامی هست، کمک‌های فدرال رو به اینا قطع کرده، چون میگه اینا به ساز من نمی‌رقصن. ولی اینا یک فرمانداری دارن که فرماندار آدم خوبی، البته تبلیغات منفی براش خیلی دارن چی انجام میدن. کومو هم باباش تو کار سیاست بوده، هم خودش و کلن خانواده ایتالیایی هستن که از اون حالت مافیایی هنوز دارن. مثلا این تنها کسی بود که گفت که منم بچه نیویورکم، میدونم با این ترامپ چجوری صحبت کنم و میبینید بلایی به سرش آوردن که نیویورک ول کرده داره میره فلوریدا، چون نیویورک اینا منتظرن که ترامپ از اینجا بیاد بیرون بگیرنش. یکی از دلایلی که ترامپ خیلی سعی میکنه انتخاب بشه اینه که میدونه اگر انتخاب نشه فوری باید بره زندان. چرا؟ نگاه کنید اینجا نوشته، اینجا نوشته که من میخوام دو تا ترم انتخاب بشم. بعد زیرش نوشتن بله، یکیش توی زندانهای مرکزی و یکیش توی زندان نیویورک. اینم دو ترم ای، برای که این انقدر کلک زده و انقدر قانون شکنی کرده، هم از لحاظ ایالتی هم از لحاظ ولایتی دنبالش هستن و میدونه اگه 4 سال دیگه توی چی باشه، اولا پیرتر میشه، ممکن توی 4 سال همونجور که یه سکته هم گویا کرده چند ماه پیش، سکتهی مکتهی چیزی، یا وقتی هم پیر میشی دادگاه میری، دادگاه میگه آقا حالا ما اینم بندازیم زندان سالی اینقدرم خرج، میگن بره تو خونش مثلا حصر خانگی، مثل میرحسین موسوی، مثل آقای کروبی که عکساش هم میبینید تو باغ با دوستانش داره خوش میگذرونه. خب این هم از این ماجرا. و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران گفته که 23 کشتی خارجی در توقیف ماست. همینجوری که آمریکا کشتی‌ها رو توقیف میکنه میگه مال ایرانن، ایران هم کشتی‌ها رو توقیف میکنه میگه اینا بدون اجازه اینجا هستن. و شده جنگ‌های دعوا، جنگ هم نه، حیدر نعمتی. اون وقتا این محل لاتاش میرفتن اونجا رو به هم میریختن، اونا میبدن شب میزدن شیشه های مغازه اینو میشکنن و الی آخر. حمله با چاقو در نزدیکی دفتر سابق مجله شارلی ابدو چند مجروح بر جا گذاشت. شارلی ابدو میدونید که اون مجله بود که کاریکاتوری کشته بود راجب خواستم میگم امام زمان، راجب حضرت محمد و اینها. آقا شما حالا هر چی میخوای از آزادی صحبت کنید، وقتی همینجا یه نفر هست شما اگه یه چیزی بگی با چوب میزنه تو سرت، با اسلحه میکشتت، حالا شما چه انتظاری داری از فرانسه؟ شما میدونی فرانسه یه شهری هست که مردم نمیرن اونجا، برای که فکر کنم مراکشی ها اونجا هستن و خارجی های دیگه اومدن، انقدر ناامنه که مردم فرانسه این شهر رو تو فرانسه نمیرن، با وجودی که جای بسیار قشنگیه ولی الان خیلی کثیفه، چون هی نمیرن هی درآمد کم میشه، هی رسیدگی و تمیزی و اینها هم کم میشه. و اما موش مینیاب مدال طلای شجاعت دریافت کرد. یک موش مینیاب به دلیل نشان دادن فداکاری و حسن انجام وظیفه در پاکسازی میادین مین. این خبر نوشتن ما ایرانی ها خیلی جالبه. آقا این موشه که نمیدونه داره فداکاری انجام میده، این که نمیدونه داره جانشو به خطر میندازه، یا
یا اون سگی که میره دنبال اینایی که زیر آوار زلزله و اینا موندن، بدبخت میره یه دفعه هم ممکنه همونجا یه چیزی بریز رو سرش. و اینا به دلیل اینکه حیوانایی هستن باهوش هستن و اونایی هم که اینا رو ترین میکنن آموزش میدن، اونا اینجوری یه کارایی رو انجام میدن. حالا دیگه اینو خیلی بزرگ نکنید، ناگفته نمانه. سگها برای تشخیص مبتلایان کرونا در فرودگاه هلسینکی فنلاند مستقر شدند و اما یک مأمور پلیس در لندن به ضرب گلوله کشته شد. همیشه از این خبرهای بد همه جا هست و من بارها گفتم شما هستید که باید برید خبرهای خوب رو پیدا کنید، چون خبر خوب رو هیچ سازمانی هیچ رسانه‌ای پخش نمی‌کنه، چون با خبر خوب پخش کردن پول نمی‌سازن. بارها مثال زدم اگه سوربی دوربین شو برداره بره بشینه فرودگاه دالاس یا فرودگاه نمیدونم نشنال ایرپورت که سعی میکنیم نگیم فرودگاه ریگان، و هی نشون بده یه هواپیما آمد سالم، مسافرام سوار مترو شدن رفتن، طرف میگه آقا خب این چی بلش کن، من میرم یه کانالی بینم هواپیما نیفتاده. و اتفاقا این دوست ما عاشق تصادفای هواپیما هست، به تیک نگاه میکنه و میگه اون دفعه توی یه هواپیما گویا طرف بنزین با خودش آورده بوده و این بنزین ریخته و اینا. من یادمه یه سالی حجاج، اگه اشتباه نکنم حجاج عربستان، حجاج بندرعباس، از بندرعباس با اتوبوس میمدن شیراز، از فرودگاه شیراز پرواز میکردن به عربستان و با خودشون پریموس که ما میگیم پرمیز، پریموس میآوردن توی هواپیما گویا میخواستن چایی درست کنن. این منفجر شده، چون پریموس شما نفت رو با فشار تبدیل میکنی به گاز، به همین خاطر آبی قشنگ میسوخت و اینها با فشار و با حرارت منفجر شده بود. از داستانه کاملا خبر ندارم، اگه اشتباه نکنم همون موقع هم عموی من توی فرودگاه شیراز کار میکرد و به اصطلاح کارش سوخت رسانی، سوخت جت از پالایشگاه می آورد برای هواپیماهای شیراز و اینا، و ما فکر میکردیم سوخت جت چقدر شعله‌ور و خطرناکتره. میگم نه، سوخت جت از نفتم بدتره، تقریبا هم در ردیف همون نفت و دیزل گازوئیل و اینها هست. خب بذارید من ببینم، آقای نیساری 2:58 ما امروز با ایشون قراری نداشتیم، ولی دیروز دنباله همین صحبتایی که در رابطه با این آقای استوار بود من به ایشون گفتم خب چی اینا، ایشون گفت ولی خواستیم 10-20 دقیقه با هم صحبت کنیم، که ما هم خوشحال میشیم دوستان بیان صحبت کنن، هم ما یه بریک میگیریم و واقعا مشکله 2 ساعت اون وقتا 7-8 ساعت حرف میزدیم. حالا بعد که فکر میکنم اینم یه دلیلش هم همون تلفن ها کمک بود، زنگ میزد طرف عوض میشد جریان و صحبت میرفت یه جای دیگه و اینها، و هر چیزی خوبیای خودش داره بدیای خودش رو داره، و بعض وقتا هی گله میکنیم اون تلفن ها بد بود، نه خیر یه چیزای خوبی هم داشته. خب و اما جستیس، اینجا این قاضیایی که میرن توی دیوان عالی دیگه بهشون نمیگن قاضی، اصلا به خود اینها کلمه جاستیس یا عدالت رو به کار میبرن. حالا نمیدونم این جاستیسی که استفاده میکنن توی انگلیسی همون عدالت خودمون میشه، یعنی یه مقامی بالاتر از قاضی و اینها، ولی من متاسفم که توی آمریکا میبینم اینها هم این یکی طرفدار این حزبه، اون یکی طرفدار اون حزبه، این یکی نمیدونم ابورشن یا سخت جنین رو دوست نداره، اون در صورتی که قاضی باید اصلا به خاطر همین چشم اون فرشته عدالت رو میبندن که نتونه ببینه که بگه این سفیده این سیاه، ولی اینجوری شده متاسفانه. ببینیم چیه. خب من تصویر خودم رو از اینجا قطع کنم، تصویر دوست خوبمون آقای نیساری رو. آها همینو میخواستم بگم، یکم سر دوربین رو بیاریم پایین تر لطفا. بسیار عالی، همین خوب، خیلی هم خوب. خب من به دوستان هم گفتم که میخوایم در رابطه با این اعدام، امروز هم دیدم عکسی خانم دیگر گذاشته بودن، نوشته بودن فردا اعدام میشه، و خب اگر حالا گیرم که
شما و دوستانتون آدم های خوبی باشین، بتونین 150,000 دلار. آقا پول زیادیه، حتی به آمریکایی یا انگلیسی هم پول زیادیه. اینجا طرف میخواد رئیس جمهور بشه، نوشته من به شما التماس میکنم تا امشب 20,000 دلار برای من جمع کنین، و برای 330 میلیون نفر. بعد ما توی جامعه‌ای که همه ایرانی هم همش گریه میکنیم نداریم، پول نداریم، هرچی داشتیم آخوند گرفته فلان اینا، چجوری شما و دوستانتون انتظار دارین که این جامعه نفری 1,000 دلار 150 نفر بیان؟ ما میگیم آقا نفری 5 دلار کسی نمیاد. 617,000 نفر این کاغذ برای شما میفرستم از فیسبوک، 617,000 نفر بازدید کننده داشتیم، التماس میکنیم آقا یک کسی 5 دلار کمک کنه تو ما بتونیم 700 دلار پول این کامپیوتری که خریدیم از جیب ندیم. پیدا نمیشه. چجوری شما انتظار دارین 150,000 دلار بدن برای کسی که خودتون نوشتید که ایشون قتل عمد انجام داده، و با این پول ما دو تا خانواده فقیر رو به اصطلاح از فقر نجات میدیم؟ خب این خانمی که فردا میخواد اعدام بشه چی؟ من ساکت میشم، شما یه مقداری در رابطه با کل این ماجرا صحبت کنید و بگید که از دوستان چی میخواین. من اون نوشته شما رو هم که درست کردین، خیلی هم کارتون قشنگه، این فلایرها رو یاد منم بدین چجور درست میکنین، اون رو هم نشون میدم. بفرمایید آقای نیساری و خیلی خوش آمدید به برنامه. زنده و پیروز. با درود بر شما. صدای من میرسه؟ بله بله. بسیار عالی. با درود بر شما و میهمانان گرامیتون. با درود بر کلیه مردم ایران، به ویژه فرزندان گرسنه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسم. درودی بر آنها که به من درس انسانیت و آزادی آموختند. ببینید آیه سوربی، مسئله به همون جور که شما گفتید ساده نیست، و این مسئله مسئله یک خانواده و دو خانواده نیست. مسئله هم برای ما این نیست که قاتل کی هست و مقتول کی هست. بالاخره اگر قانون درست کار بکنه بایستی به این مسائل برخورد درستی کنه. اون چیزی که به اصطلاح برای ما مهم هست این هست: اول، قانون درون ایران انسان دوست و انسان شناس نیست. اگر بود ما همچین درخواستی اصلا نیاز نبود که بکنیم. بحث ما این نیست که به لحاظ حقوقی و قانونی ایشون گناهکار هست یا بیگناه هست. مسئله ما مسئله ریشه دارتری هست در رابطه با دو خانواده. یکی یک فرد به اصطلاح ناناورش رو از دست داده که به اصطلاح سرپرست فرزندانش بوده، یکی هم به خاطر جرمی که مرتکب شده که بایستی به اصطلاح پرداخت قانونی اون رو انجام بده به هر روی اون هم کنار گذاشته شده، ولی هیچ رسیدگی به این دو خانواده نمیشه. یعنی این دو خانواده اگر فقیر بودن، که فقیر هم هستند، چون اون کسی که رفته این به اصطلاح جرم رو مرتکب شده و قتل رو مرتکب شده، بیکار شده، از کار بیرونش کردن، مجبور شده بره دزدی و در حین دزدی دست به عملی خلافتر از دزدی زده و بالاخره به اینجا کشیده که جرم رو مرتکب شده. ببخشید آقای نیساری، شما میگید یه جرم مرتکب شده، به خاطر اون جرم از کار بیرونش کردن، بعد رفته دزدی، بعد در حین دزدی این قتل انجام شده؟ خیر، ایشون از کار تا اونجایی که من میدونم، من اطلاع کافی ندارم، حالا ایراد هم گرفته خواهد شد، اون مسئله دیگریست، اینها رو باز میکنم ریشه ای. ایشون از کار بیکار شده، نتونسته کار پیدا بکنه، رفته دست به دزدی زده که نبایستی میزده، و در حین اون دزدی این جرم به اصطلاح جنایی رو انجام داده، مرتکب شده، و بر اساس این جرم جنایی هست که محکوم به اعدام شده. در هر روی مسئله این است که ایشون فقط یک نفر نیست، ایشون نمونه ای از صدها انسان هست و صدها خانواده هست که گیرودار این رژیم به اصطلاح از ریشه ضد انسانی افتادن و در سرزمینی که ثروت داره، دارایی داره، گیر کردن. بچه هاشون گرسنه بودن، گرسنه تر شدن، و مسئله ما در حقیقت بیرون آوردن این دو خانواده هست. هم این دو خانواده هم در هر صورت تا اندازه‌ای با هم کنار اومدن. یعنی شما زنگ میزنید یا یعنی اینکه؟ نه من نیستم. یک لحظه اگر مهلت بدید متوجه شدم که چه خبر هست. خب با پوزش
برنامه خودکار من شروع شده بود. خب صدا من میرسه؟ بله بله بله, بله. خب ببینید مسئله این هست که این دو خانواده در هر صورت با همدیگه تا اندازه تونستن کنار اومدن. خانواده مقتول تا اونجایی که ما میدونیم دو مرتبه این حکم اعدام رو پس انداخته، چون خانواده قاتل و کسان دیگری که خیر هستند و به اصلاح اون اطراف شناخت دارن از مسائل سعی کردن که کمک کنن. متاسفانه خانواده مقتول بسیار فقیر هست و بر اون اساس درخواست یک همچین پولی کرده که به پول ایران میشه یک چیزی نزدیک 4 میلیارد. شما که اهل شیراز هستید این در حقیقت پول یک خونه نسبتاً بسیار خوب هست در شیراز. حالا اینی که مقدار این پول چقدر هست و اینی که ما میتونیم کمک کنیم یا نکنیم بحث دیگری است، ولی کمک نکردن هم بحث دیگری است. در هر روی چه انسان‌ها جلو بیان و این کمک رو انجام بدن، $1000 نفری بسیار سنگین هست، به ویژه اگر کسانی کارشون رو از دست داده باشن به خاطر این مسئله کرونا. ولی در بین 7-8 میلیون ایرانی که در خارج زندگی میکنن و اینها همه مدعی هستن که به اصطلاح انقلابی هستن، نمیدونم به همدیگه میپرن، همدیگه رو خائن و نمیدونم وابسته به رژیم و غیره معرفی میکنن و خیلی هاشون هم دستشون به جوبشون میرسه، این در حقیقت نشاندنده این هست همیهنان من که همه اینها همش حرف هست، به عمل که رسید هیچ خبری نیست. اگر میخوان کمک کنن مسئله این نیست که آی سوربی اینها قادر به دادن $1000 نیستن، مسئله این هست که علارغم ایجاد به اصطلاح برنامه های زنده و آزادی مثل برنامه شما حاضر نیستن حتی $5 کمک کنن و این در حقیقت ریشه اینها رو بایستی زیر علامت سوال ببره. اینی که ما از دستمون چه برمیاد در رابطه با به اصطلاح کمچین خانواده هایی چه کار بکنیم، ما از اون بالا شروع کردیم و همچین درخواستی کردیم از مردم، انتظار کمک داریم. همون شب اول که من این رو به اصطلاح پخش کردم این نزدیک به 150-160 بار شیر شده، یعنی واقعا پخش شده بین همه و همه باز این رو دیده باشن، حداقل در بین ایرانی ها الان بایستی نزدیک به 100,000 نفر این رو دیده باشن. حالا حساب کنید، خود من نزدیک 2000 خورده ای به اصطلاح کسانی دارم که فالو میکنن یا نزدیک هستن یا بالاخره برنامه‌های من رو میبینن و اضافه بر اون نزدیک 2-3000 نفر رو هیچ وقت به دوستی قبول نکردم. خود شما حداقل 8000 نفر به اصطلاح فالوور دارید که ما توی برنامه‌های شما هم گذاشتیم و اون 150 نفر هم وقتی من چک کردم واقعا تعداد کسانی که کمچین درخواست رو دیدن از 100,000 به بالاست، ولی هنوز که هنوز هست هیچ کسی جلو نیومده و بگه که آقا جون من نمیتونم $1000 بدم ولی میتونم این $5 رو بدم. چون مسئله ما به این صورت هست که اگر این شخص بنا به قوانین حالا انسانی یا ضد انسانی در حقیقت در ایران اعدام بشه، چون ما با اعدام مخالفیم، این بحث اعدام رو قبلا هم ما کردیم، ما در زمان جنگ با این رژیم تا آخرین قطره خون حاضر هستیم بجنگیم، کشته بشیم و میکشیم، یعنی در حقیقت در جنگ یک بحث دیگری است، ولی وقتی که پیروز شدیم این مسئله اعدام رو یک بار و برای همیشه از ننگنامه تاریخ ایران میزداییم. این نبایستی همچین چیزی باشه. حالا بگذاریم که در آمریکا همچین چیزی هست، بگذاریم که در بعضی کشورها همچین چیزی هست، اونها مسائل کلی جامعه است که ما بایستی عمیقا بهش بپردازیم و امیدوار هستم که فرهیختگان آینده ایران هم به این مسئله به درستی بپردازند. اما بحث من این هست، بر سر این خانواده ها و این بچه های گرسنه ای که به اصطلاح نانآورشون رو از دست دادن چی خواهد آمد؟ یعنی این مسئله ما فقط با این مسئله ای که به اصطلاح یک نفر رو گرفتن نانآور خانواده رو زندانی کردن دراز مدت و خانواده اینجا گیر کرده و مونده، چه کار بایستی کرد؟ آیا بایستی نشست تا این رژیم از کار بیفته یا اینکه ما بایستی دست به یک اقدامی بزنیم؟ ما به عنوان یکی از اقوام درون ایران از همدیگه نگهداری کردیم و تا اونجایی هم که تونستیم از دیگرانی که اطرافمون هستند به اندازه به اصطلاح عمومی وسعمون کمک کردیم و کمک میکنیم و این کار رو ادامه خواهیم داد. پرسش ما از بقیه مردم ایران این هست که اگر باور شما به انسانیت هست و اگر شما باور دارید که این رژیم رژیم انسانی نیست و حاضر کمک به اصطلاح افتادگان و کمای و به اصطلاح انسانهای فقیر نیست، بایستی خودتون دستتون رو از جیبتون بیارید بیرون
و برسید به هم دیگه و یک کاری مثبتی انجام بدید. بحث ما این هست و برای همین هم من بسیار سپاسگزار هستم که شما این وقت به ما دادید که ما در اینجا به بحث در رابطه با این مسئله بپردازیم. بنابراین مسئله ما اینجا این نیست که ایشون قاتل هست و بایستی بره به والای دار. ما با این مسئله اعدام کاملا مخالف هستیم به این صورت، ولی اگر ایشون قاتل هست و بایستی بره زندان، اون بحث دیگری است. قانون بایستی با این مسئله به اصطلاح بررسی کنه. ولی حساب کنید در سیاست، در رژیمی که انسانیت یک ذره درش ارزش نداره، یک نفر پولدار میتونه وایسی یک زن رو از بین ببره و بکشه با اسلحه گرم در خانه خودش، بعد بیاد بیرون 4 میلیارد که برای اونها چندرغازی هم نیست با اختلاسایی که میکنند، آزادانه بیاد بیرون و بگرده. بله، اون شهردار سابق تهران بود فکر کنم آقای نجفی. ولی یه نکته جالبیه، ببینید اون که با یه خانواده‌ای که به اصطلاح مرفه‌تر و پولدارتر بوده صحبت از 4 میلیارده، ولی عددی که شما میخواین 405 میلیارد تومنه. خیلی فکر کنم اشتباه کردید. والا 27,000 دلار رو ضرب در 150,000، 27,000 تومن رو ضرب در 150,000. اصلا من این عددا رو بلد نیستم آقای نیساری. چرا ببینید خودتون الان ضرب کنید دلار. اولا نمیدونم چرا به دلار اینا میخوان. خب باید همون به دلار نمیخوان. من به دلار نوشتم به خاطر اینکه جهت صحبت من خارجی ها بود. بله. و من روی دلار 25 حساب کردم. بله. حالا بگیم 150 هزار تا 25 هزار تومان اگر بخوام حساب بکنیم. بله. خب در میاد 375 میلیارد تومان. اجازه بدین من اینجا بزنم، شاید من اشتباه میکنم، اجازه بدین اینو تمیزش کنیم. به قول معروف شما میفرمایین که 150,000 دلار ضرب در 25,000 تومان. حالا ضرب در همون 27ش بکنید. نه، حالا ضرب در 25 میکنید. ببینید بسیار. میشه 375، بعد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا صفر جلوش. این ریال نیست، این تومنه. میشه شما لطف کنید آیه، شما لطف کنید آیه سوربی بفرمایید از اون 3 تا اون 6 تا صفر اولش رو بردارید. بله. چی دستتون میاد؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 میشه 3 و 750. آفرین. اون 6 تا که برداشتید میلیونه. بله. بعد شما یک این 3750 رو بخش برای 1000 بکنید. خب چرا این کارا رو بکنیم؟ میشه سه و میشه به میلیارد. هر میلیاردی 1,000 میلیونه. من فکر میکنم یه اشتباهی هست و ضمناً وقتی واحد الان تومن دیگه شده، ریال نیست، من دارم میبینم که نوشته 3,750,000,000 تومن، دیگه چه احتیاجی هست؟ اینجا من دارم میبینم 375 میلیارد تومن، دیگه چه احتیاجی که 6 تا صفر رو بردارم 3 تا صفر رو بردارم؟ از بد میخوام آقای سوربی اشتباه کنید، چون من کارم حساب کتاب هست. من مطمئنم مگر اینکه میلیارد در آمریکا رو مثلا اون روی که ما میگیم شما بگید بیلیون. آها، این اتفاقا بحث خوبیه، میلیارد و بیلیون و اینا. این تو اینا چند خواستن خانواده مقتول؟ خب، چند پول در حسابرسی ایران؟ بله. هر میلیارد 1,000,000,000 هست. اینها 4 میلیارد تومان خواستن و 4 میلیارد تومان میشه یک چیزی تقریبا همون 150,000 دلار. بله. حالا به میلیاردی که ما در ایران استفاده میکنیم، هر میلیارد 1,000,000,000 هست. اون رو وابسته میکنیم به مردم که 4 میلیارد اینها میخوان و در حال حاضر متاسفانه 2 مرتبه افراد خیر اومدن جلو که این مسئله رو حل کنن و خانواده مقتول هم قبول کردن که با دریافت پول این کار انجام بشه. بعد اون پول ها نتونست جمع بشه و حالا بار سوم هست. اینی که ما بتونیم کاری انجام بدیم یا ندیم یک مسئله دیگر هست، منتها مسئله این میمونه که آقا رژیمی که میاد یک نفر رو اعدام میکنه، حالا به درستی یا نادرستی بحث دیگری است، خانواده هایی که بر جا میمونن سهم اینها در زندگی و در ایران چی هست؟
بله، یعنی از همین الان معلومه که بچه های اینا رو دارید شما میفرستید به یه جایی که آینده ای ندارن و احتمالاً دزد و نمیدونم خاطی و اینا میشن، چون اینا روزی که کسی بوده که سرپرستشون باشه الان وضع زندگیشون اینه، حالا فردا سرپرست هم نداشته باشن دیگه چه خواهد شد؟ اونجام که احیاناً این سیستمای سوشال سکیوریتی و اینها نیست که حالا چون پدرش اینجا طرف میره زندان، خانوادهش میره پول میگیره، میره کمک میگیره از به اصطلاح دولت، چون میگه کسی نیست، این بچه باید نون بخوره، این بچه باید مدرسه بره. و خیلی از مردم الان دارن اینجا اعتراض میکنن، میگن اینا رو نفرستید زندان، میفرستید زندان یه آدم معمولی سال 30,000 دلار خرجشه، هر زندانی سال 60,000 دلار خرجشه و این پول رو اون وقت اسمش هم گذاشتن کورکشن فسیلیتی. کورکشن یعنی جایی که اینا میرن بهبود پیدا میکنن، رستگاری یاد میگیرن یا هر چیزی. اصلا اینجوری نیست، طرف آفتاب دوز میره چیز ماشین دوز میاد بیرون، ماشین دوز میره زندان، بانک رابر میاد بیرون. در صورت نمیدونم، ولی تو خبرها باز بود که یه خانم میرن فردا میخوان اعدام کنن و اتفاقا نوشته بود احتمالا شما این رو اصلا نمیشناسید. و حتی راجع به اون آقای نوید افکاری که همشهری من و شما بودن، نوشته بودن این بار اول نیست که دولت یه قهرمان ورزشی رو اعدام کرده، اسامی و عکسای چند نفر رو گذاشته بودن و من یادمه بله قبلا هم توی رشته‌های دیگه این برنامه انجام شده، ولی یکی از اونام اعدام کسی بود که رفته بود یه قهرمانی رو کشته بود، گویا قهرمان زیبای اندام و اینا رو کشته بود. من به شما و دیگران شاید گفته باشم که قبلا طرفدار کپیتال پانیشمنت بودم، دست در مقابل دست، نمیدونم چشم در مقابل چشم فلان. بعد دکتر طهماسبی به من یاد داد که ما شهروندی دادیم به افراد، اینو میتونیم بگیریم جامعه، و من دیدم درست میگن. ولی واقعا اگه خودمون یه نفر به خانوادهمون تجاوز کنه، یه کسی از خانوادهمون به قتل برسونه، اینقدر واقعا اون منش والا و آزادی خواهمون میتونیم حفظ کنیم که بگیم خب نه این مثلا بره ابد زندان باشه؟ یا اون موقع فرق میکنه چون شخصی اون که اون موقع فرق میکنه؟ ببینید برخلاف حاج پسر رضا پالانی که در میاد میگه اگر به خواهرتون و نمیدونم مادرتون تجاوز کردن شما بایستی بگذرید و علت هم داره که همچین چیزی میگه، چون خانواده خودش به ملت ایران تجاوز کرده و این در حقیقت میخواد خودش رو نجات بده تا دیگری رو، برای همین همچین صحبتی میکنه. ولی ما معتقد هستیم هر جامعه‌ای بایستی حاکمیت قانون اونجا باشه و قانون بایستی با کسانی که خلاف میکنن بر علیه اجتماع رو در رو بشه و بالاخره اونها رو در جای خودشون بنشونه، اما تربیت و آموزش و پرورش و چیزهای دیگر رو نبایستی از یاد ببره، نگهداری از خانواده اینها رو که هیچ گناهی نکردن نبایستی از یاد ببره. و مشکل ما هم در اینجا واقعا همین هست، یعنی ما هم میگیم که یک تبهکار حتما یا بیمار هست که این تبهکار رو انجام میده یا بالاخره یک مسئله هست که دست به همچین کاری میزنه. ما بایستی به دلایل اون رو از بین ببریم، به اونجایی رسیدیم که دیگه بدون دلیل یک نفر دست به همچین کاری میزنه، اونجا هم بایستی سخت محکم بایستیم، وگرنه اگر همه چیز رو ول بکنیم بلبشو ایجاد میشه. این هست که اونها رو کاملا قبول دارم و این دوست گرامی شما هم که همچین صحبتی کرده کاملا درست هست. من نمیدونم که شما سابقه رفتن به زندان دارید یا نه، ولی من توی زندان بودم و میدونم که البته نه به خاطر جرم خلاف جنایی بلکه به خاطر ایده سیاسی، و من میدونم که آزادی فردی و وقتی که شما رو در بالاخره یک جای از اجتماع کنار گذاشتن و اون حق شهروندی شما رو از شما گرفتن، این واقعا خودش ضربه مهلکی است و اون رو بنابراین یک همچین شخصی که اومده دست به قتل زده باید پای حکمش بگیره بشینه، ولی اون حکم به نظر من اعدام نبایستی باشه و اگر اعدام هست بایستی بزرگتر از اونها رو که دست به دزدی در مملکت ایران زدن اول اعدام کنن، بعد ایشون رو اعدام کنن، چون اونها هم خودشون با کارهایی کردن واقعا نتیجهش این بوده که بسیار بسیاری از ایرانی ها از گرسنگی، شما نگاه کنین برخورد اینها به کولبرهای کردستان رو یا به مردم بلوچستان و سیستان رو. بنابراین اون مسائل بایستی همه در حالت همون شهروندی و اجتماع سازی و آموزش و پرورش فرزندان ما جایگاه پیدا بکنه. در حال حاضر ما مشکلمون این هست. حالا یه مسئله دیگری هم این هست،
از بس که خلافکاری شده در رابطه با جمع‌آوری پول، اعتمادها هم در اونجا از بین رفته. یعنی یک کسی میاد در میاد میگه که آقا جون امشب میخوان من رو اعدام کنن، بیان پول بدین، یا فردا صبح میخوان من اعدام کنن، بیاد پول بدین. در این رابطه و در رابطه با مسائل همچنینی، ما هرگز بدون گشت و به اصطلاح گشتن و تایید کردن اینکه همچین مسئله ای صدق داره و واقعا داره اتفاق میفته، بدون یک همچین چیزی حرکت نمی کنیم. هم از بیرون چک کردیم، هم از داخل چک کردیم، هم از منطقه‌ای که اینها درش زندگی می‌کنن چک کردیم. شما اگر امروز برید به دادگاه و بگید که آقا نمیدونم تلفن و اسم و رسم خانواده مقتول رو در اختیار ما بگذارید، میگم خب اسمش رو بالاخره همه جا پخش شده که آقا جون خانواده مقتول این هست، ولی شماره تلفن و وسایل ارتباط به اصطلاح نزدیکی رو به شما نمیدن. در صورتی که ما همه اینها رو داریم، هم با خانواده مقتول صحبت کردیم، هم با خانواده قاتل صحبت کردیم، و این هم ریشه در به اصطلاح ارتباط ما با مردمی که در اونجا زندگی میکنن داره. بنابراین این مسئله رو هر کی که خواست کمک بکنه، ما این کمک رو در اختیار خودش میگذاریم. یک فرد صالح هم پیدا میکنیم، بندم خودم حاضرم امضا بدم، شناخت من فراری که نیستم، اسم و رسم کاملا مشخص است، شما میتونید توی گوگل هم چک بکنید، و خودم شخصا حاضر هستم که تضمین بدم که هر قرونی که گم شد خود من این پول رو میدم. البته اگر من خودم این پول رو داشتم کامل حتی الان داده بودم و از کسی هم درخواست نمی کردم. ولی علت درخواست ما این هست که بگیم هموطنان ما که در خارج هستید، شمایی که دستتون به جیبتون میرسه و در عرض 40 سال گذشته تونستید روی پای خودتون بیستید، حالا که روی پای خودتون ایستاده اید، همانند بسیاری از مردم سرزمین های دیگر که به مملکتشون کمک کردن، به مبارزه در درون کشورشون کمک کردن. شما بیاید اسپانیا رو ببینید که چجوری اسلام رو شکست داد و امسال و این سالها هر سال یک روز جشن میگیره که از به اصطلاح زیر دست اسلام نجات پیدا کرده، و هم شرکت میکنن و همه پشت به پشت هم. شما جامعه یهودی رو ببینید که مشهور هست در ایران، شما جوامع به اصطلاح غربی رو ببینید. به محض اینکه در یک کشور خارجی گیر میکنن، همه مثل یک به اصطلاح رشته محکم به هم میچسبن و پشت سر هم دیگر رو دارن، در دزدی ها با هم هستند، در نابسامانی ها با هم هستند. فقط این وسط ما مردم ایران اون انسانیت، اون پهلوانی، اون مروت، اون مردانگی و اون به اصطلاح اینی که خانواده داره رو نگه داریم، همه فقط شده حرف زبان و هیچ عملی درش نیست. بنابراین خواست من از مردم ایران و هموطنانم این هست، اگر کسی دستش میرسه کمک کنه، ولی این کمک برای نجات یک قاتل نیست، این کمک برای به اصطلاح به سر و سامان رساندن دو خانواده هست. حالا اگر که به نتیجه نرسید و به اصطلاح ایشون رو اعدام کردن، اون بحث دیگری است، اون وقت ما بایستی ادامه بدیم و ببینیم چطور میتونیم به این دو خانواده کمک بکنیم. بسیار ممنون. من سوالم اینه که اگر امروز مثلا شما مسئول قوه قضاییه باشین، با این شناختی که از کشورهای دیگه هم دارین، فکر میکنید چجوری میشه این معضلات جامعه را اصلا حل کرد؟ که خب شما درست گفتین این نمیشه که یک کسی هم که یه جرمی خلافی انجام میده همینجوری رهاش کنیم، ولی قبل از این گفتید که خیلی از اینها یه بیماریه. الان ما توی آمریکا دیدن که کلی افراد رو انداختن زندان برای اینکه یه سیگار حشیش کشیده یا یک بنگی کشیده، در صورتی که میگن اون کسی که تازه معتاد هست این بیماره، باید ببرنش بیمارستان ترکش بدین، نه بندازینش زندان. بعد خیلی وقتا هم مامورین زندان اتفاقا چی میفروشن به اینا؟ یعنی دوا میارن براشون و اینها. حالا این یک کیس معمولی رو شما فکر میکنید چجوری باید حل بشه؟ حالا قصاص هست، پولم تهیه شد، دادیم مثلا ایشون اعدام نشد، خب کسی که از کار کردنش بیرون الانم اینقدر جرمای دیگه داره، این حالا دیگه که نمیتونه بره کار بکنه، جای دیگه بدتر شده الان شرایطش، بعدش چی میشه؟ مسئله همونجور که گفتید آی سوربی، مسئله ساده ای نیست. برای اینکه شما حس فکر بکنید که این شخصی که قاتل هست و این شخصی که و درک اینها بسیار مهم است که مردم فکر نکنن ما ساده اندیشیم، ساده اندیشی ما ها رو به جایی نمیرسونه. درک این مسئله، فردی که قتل رو انجام داده در حقیقت امکان این که این کار رو دو مرتبه انجام بده هست،
بنابراین اجتماع نیاز داره به اینی که یک همچین مسائلی رو تحت کنترل صحیح خودش در بیاره، ولی ریشه های پای این رو هم بایستی از بین ببره. حالا متاسفانه در رابطه با این پرونده به خصوص ما همین جایی هستیم که هستیم، یعنی ما نمیتونیم امروز رژیم رو برداریم بذاریم کنار، نه اینکه فردا این رژیم میره، نه اینکه ما میتونیم این فردی رو که 40 سال از عمرش گذشته به سر راه بیاریم و یا مثلا از لحاظ از به اصطلاح در بیرون نشستیم ببینیم این از لحاظ روانی مسئله چی است و چی نیست. وقتی هم که ایشون رو بیرون کشیدیم، مسئله اون وقت اینجا هست که چه کسی روان این رو به اصطلاح شناس میکنه که ببینه آیا این قابلیت درست شدن داره یا اینکه از دوباره دست به این کار بزنه. متاسفانه ریشه های خراب این پرونده بسیار سنگین تر از این هست. شما حساب کنید که این فرد بیاد بیرون هیچ کاری نداره و با قول شما سوء سابقه هم داره، هر جا که خواست بره بهش کار نمیدن. در کشورهای غربی اومدن برای یک همچین کسانی یک حالت نیمه زندانی نیمه به اصطلاح آزاد گذاشتن، یعنی ایشون بایستی نمیدونم هفته دو مرتبه سه مرتبه اگه لازم شد و خطرناک بود هر روز صبح هر روز عصر به جای گزارش بده و اونها خودشون براش کار میکنن، براش به اصطلاح کار درست میکنن و طی یک مدت زمانی این رو به سر راه سعی میکنن بیارن. اما به خاطر جرم سنگینی که مرتکب شده یک مسئله این است که در زندان هم ازش نگهداری میکنن. متاسفانه ما هیچ کدوم اینها رو در ایران نداریم. میگه آقا قانون به اصطلاح اسلام که گریبان ما ایرانی ها رو 1400 سال از گرفته و برای همین من هر جا میشینم همیشه بد این مذهب رو میگم، میگه آقا جون اگر پول داری رفتی زدی و کشتی بیا مایه رو بده آزاد بگرد، ولی اگر نداری شما چقدر ویدیو دیدید که یک بسیجی به اصطلاح نامرد رفته یک بچه کودکی رو که دست کرده یک لقمه یک به اصطلاح نصف نانی بدزده یا ورداری چون از گرسنگی گرفته، حالا نزن کی بزن که تو میخوای دزدی بکنی و همچین آدمهایی رو میبرن میذارن و میگن آقا دستشو قطع بکنی، بعد یارو که میلیاردها دلار رو تومن از سرمایه ایران دزدیده برده آزاد داره میگرده. این است که در یک همچین کشوری که الان ما داریم صحبت میکنیم اصلا صحبت کردن در رابطه با انسانیت و اینکه راه حل با وجود یک همچین به اصطلاح حکومتی چی هست اصلا یک چیز مسخره است. مشکل ما این است که آقا بر سر این دو خانواده چی میاد. حالا امروز بحثی بود بر سر اینی که یک برنامه دیگر رو نگاه میکردم، میگفتن آقا چرا حاج پسر رضا پالانی در رابطه با این مسائل صحبت نمیکنه؟ اتفاقا ایشون کرده بود و ایشون اومده بود گفته بود که این برخورد جمهوری اسلامی درست نیست و به همچین کسانی بایستی بر اساس عرف برخورد کرد. منظورش همون عرفی بود که در زمان پدرش حاج محمد رضا پالانی برقرار بود و اون عرف هم بر اساس همین قوانین اسلام، بر اساس همین قصاص و بر اساس همین سیستمی که الان ما ازش ایراد میگیریم برقرار بود. بنابراین ما مردم مادامی که در خواب باشیم و به اصطلاح دنبال یک همچین فرهنگی بدویم این مشکلات همیشه هست. حالا وقتی از اون فرهنگ نجات پیدا کردیم و اومدیم بیرون هنوز مشکل داریم، ولی قابلیت حل اون مشکل رو بدون این فرهنگ انسان سوز و انسان بیچاره کن بهتر میتونیم پیدا بکنیم. در ایران انسان زیاد هست، شما حساب بکنید همین مسئله قاتل و مقتولی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، دو مرتبه افراد خیر دور هم جمع شدن تلاش کردن که یک چیزی روی هم بذارن، خانواده مقتول رو راضی کنن و یک جوری مسئله رو سرتش رو به هم بیارن، ولی خب رضایت داده نشده و یا اونها نتونستن این پول رو جمع بکنن. حساب بکنید در سرزمینی که 80 میلیون انسان زندگی میکنه اینها نتونستن نفری نمیدونم 10,000 تومان یا نفری 20 پوند به قول شما 20 دلار نمیدونم 30 دلار جمع کنن و یک جوری از پس این مسئله بر بیان. این یک مشکل هست. مشکل دیگر این هست که اینها یکی دوتا نیستند و خیلی ها هم درست به درستی صحبت میکنن. ما کسانی داریم که زندانی سیاسی هستن، خودشون زیر شکنجه هستن، بچه هاشون زیر شکنجه هستن و بقیه خانواده را آزاد رها کردن، ولی کاری کردن که اونها حتی نتونن برن کار پیدا بکنن. بنابراین این مسئله بسیار پیچیده ای هست. ما بایستی این قالی رو بالاخره تکون بدیم، بایستی یک گوشه این رو بگیریم، ما یک گوشه این رو بلند میکنیم. انتظار ما این هست و خواست ما این هست که ما بقیه هم به جای حرف زدن بیان یک به اصطلاح گوشه دیگش رو بگیرن. اگر نمیتونن گوشه دیگش رو بگیرن حداقل نیان روی قالی بنشینن که جلو کار ما رو بگیرن. و من میتونم به درستی بگم که برعکس
مواقع گذشته که من اطلاعیه میدادم و اینها شروع میکردن به فحاش اینها در رابطه با این مسئله، حتی سلطنت طلبه ها این برنامه رو کپی کردن و پخش کردن و بنابراین در رابطه با انسانیت ما در راه درستی داریم پیش میریم. اما بایستی سعی کنیم که رهبریت اون رو به دست مردم بسپاریم، بایستی سعی کنیم که این فرهنگ گذشته و فرهنگ خرابی رو که بر ما چیره شده کنار بگذاریم و با یک فرهنگ انسان دوستانه سعی کنیم مسئله کل مملکت رو حل بکنیم. بسیار ممنونم، امیدوارم دوستان بیشتری کمک کنن. من صفحه فیسبوک شما رو هم نشون دادم، اون آگهی یا فراخوان رو هم نشون دادم و امیدوارم اگر دوستانی هستن که راه حل بهتری به نظرشون میرسه برای به اصطلاح جمع کردن این مبلغ، با شما تماس بگیرن و کمک کنن، به قول معروف به قلمی، به قدمی، به درمی. مرسی که با ما بودید، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم و همچنین سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. زنده و پیروز. خیلی ممنون دوستان عزیز. من صفحه آقای نهساری رو اینجا بهتون نشون میدم تا اگر مایل باشید با ایشون تماس بگیرید. بذارید برگردیم به تصویر خودمون و استودیوی تلویزیون مردم در واشنگتن. اینجا هستیم. بله، 25 سپتامبر سال 2020. من این چیز رو هم خاموش کنم، اسکایپ. دوستان اسکایپ رو وقتی اکس اوت میکنین خاموش نمیشه، خیلی بده. این برنامه ها باید بگردی دنبالش، اون پشت یه جای روشنه، باید بری کویتش کنی. خودشونو مسخره کردن، یعنی به جای اگزیت یه کلمه هم اضافه کردن، کویت. و همه این برای اینه که پروگرام ها اینا پشت کامپیوتر شما کار کنه و خودشون هم میدونن، میگن جاسوسی کنه. جاسوسی، مثلا یه نفر نوشته بود که یه عده نمیدونم چینیز وارد شدن که جاسوس. گفتم آقا جاسوس چی، چه چیزی رو جاسوسی کنن؟ ایران که آخونداش همش دست چینا هست، دست راشا هست، دیگه چیزی ندارن که ریپورت کنن. ولی با همه اینا هم یه چیزایی هستن که همیشه به خاطر اون جاسوس درست میشه. و جاسوس اسرائیل جاسوس داره تو آمریکا، آمریکا جاسوس داره تو اسرائیل و سر دنیا. صحبت از اسرائیل شد، میدونید جوکای بسیار زیادی هست در رابطه با دوستان جویش یا یهودی یا کلیمی و پول و اینکه اینها خیلی دوست ندارن پول خرج کنن، با وجودی که پول رو دوست دارن، فقط دوست دارن به دست بیارن. باورتون میشه نخست وزیر اسرائیل این نتنیاهو و زنش لباسای کثیف مال قبلشونم وقتی میخوان برن یه جای مسافرت با خودشون میارن که اونجا که مهمون هستن شسته بشه و پولشو اونا بدن. من یادم از اینجا که خواستم برم ترکیه، گفتم خب هر یه دلار اونجا 5 لیره، چرا من اینجا لباسامو بدم خوششویی بعدم بذارم توی کیف چروک بشه؟ میرم اونجا لباسامو میدم خوششویی. و وقتی بردم اونجا برای 99 لیر یعنی برای 20 دلار خیلی لباس ها رو خوب شستن، به اصطلاح اتو زدن فلان اینا. حالا ما اینجوری مثلا فکر میکنیم خیلی زرنگیم، لباس هامون اینجا نشستیم، برداشتیم بردیم ترکیه شستیم. آقای نتنیاهو لباس هاشو میبره جایی که مهمونه با خرج اونا بشورن. حالا دوستانی که توی ترکیه هستن میگن بابا صد رحمت به سوربی، اقلا پول خوششویی رو خودش داد. خب دوستان عزیز، ساعت 3:34 بعد از ظهر روز جمعه 25 سپتامبر هست، داریم به آخر ماه سپتامبر نزدیک میشیم و اول ماه مهر هست. اگر مایل هستید حمایت کنید، به ماه ایرانی حمایت کنید، به ماه آمریکایی حمایت کنید. و اون خانمی که اون روز آمده بود گفته بود درد شما پوله، تا 2 روز بعدش همینجوری مردم فوش می‌نوشتن. من به اونا گفتم شما هیچ تفاوتی با این خانمه ندارید، فقط دارید فوش میدید، ولی حمایت که نمی‌کنید. ای کاش که حمایت می‌کردید. تنها کسی که بلده به جای فوش حمایت جمع کنه شهرام همایونه. یه نفر اصلا شما نمی‌دونی هست یا نیست، میگه بله حالا اینه نوشتی، ما رفتنی هستیم، ما هستیم، مردم پول بدین تا به این ثابت بشه ما هستیم.
مردم هم پول میدن. بعد میگه بله خانم رکسانا گنجی نمیدونم انقدر داد، اون انقدر داد، اون انقدر داد و الی آخر. من اون روز وقتی که راجع به رکسانا گنجی و چیزای ایران صحبت میکردم، بعدش یه نفر نوشت برو آقا هی مزخرف میگی، یه عده هم طرفدار داری گوش میدن، آقای دکتر گنجی کجا میاد با تو صحبت کنه؟ شما شاید باورتون نشه، من خیلی از این اون دعوت نمی کنم، چون دوست دارم با نظرات خودم رو با شما بگم. بیشتر خود دوستان هستن که در یه رابطه ای وقتی میخوان صحبت کنن میگن اگه وقت داری ما بیام تو برنامه اینو بگیم. از این بابت ازشون ممنونم. سالها پیش دکتر گنجی تماس گرفت وقتی که اینجا واشنگتن زندگی میکرد و اون به من گفت که آی سوربی، من برنامه های شما رو دیدم و میفهمم که شما با حسن نیت آمدی یه سری برنامه اجرا میکنی. خودش اینو گفت، گفت مردم ما هنوز اینو نمیفهمن و من مایلم بیام تو برنامه شما یه سری توضیحات بدم. دو بار یا سه بار اومد تو برنامه من، یه بارم از من خواست که یعنی حتی به من گفته بود بهت پول میدیم برای اون روز. من اصلا اون موقع برای پول و اینا کار نمیکردم، گفتم برای چی به من پول بدین؟ گفت شما بیا این کتاب من رو پرموت کن، که مثلا یه $500 فقط دادم به یه فیلم بردار، اون اومد فیلم برداری کرد، ولی من مجانی رفتم براش کتابش رو پرموت کردم و قرار بود که به اصطلاح یه نسخه از اون فیلم به من بدن، هیچ وقت این کار رو انجام نداد. من حدس میزنم چون اون موقع منیجرش همین دختر لوسش رکسانا گنجی، آقایتون حال با هم بیا، حال با هم انقلاب میکنی، با هم میریم ایران، یکی نیست بگه ایران وقتی ایران بود شما ایران نمیمدی، حالا میخوای بیا ایران. این فیلم رو نگاه کنید، من دیروز داشتم یه فیلمی برای بچه های استدیویی تهیه میکردم، رسیدم به این و این فیلم فکر کنم مال سال 2000 هست که تلویزیون رنگارنگ بودیم و بله من فقط حالا میذارم صداش رو پخش نمی کنم چون ممکنه صداش روی یوتیوب اینا مشکل داشته باشه و براتون میبرم جلو که ببینید اون موقع با موهای مشکی تر آقای دکتر رنجی، دکتر گنجی هم آمد صحبت کرد و توی این اگه نگاه کنید دو سه رقم ویدیو موجوده که لباسامون و اینا میفهمید که روزهای مختلفی هست، هفته های مختلفی، چون ما اون موقع هفته بله این یه برنامه دیگه است و توی این برنامه ها دکتر گنجی توضیح داد که آقای سوربی کتاب های زمان شاه رو آخوندا می نوشتن. دکتر آیت الله حسین بهشتی بوده، کی بوده؟ اون یکی دیگه بود که همیشه اسلحه دستش بود، قفاری بود، قفوری بود، اینا هم از بس زیاد بودن، اینا من ازشون یادم نیست. در صورت اینه، ضمن این که من خوشحالم با چنین افرادی مصاحبه کردم، من عقده خود کمبینی ندارم که حالا مثلا بگم من رفتم با این مصاحبه کردم. من خانم فرح اومده اونجا، بعد میرفتم بهش التماس میکردم، ناز میکرد عکس بگیرم، اصلا محلش نذاشتم. رضا پهلوی چند بار این ورور بوده، اصلا برای من این یه آدمی از آدمای دیگه پایین تره، چون اینا دارن از اونا زندگی میکنن، ولی آدمای هستن، آدمای فرهیخته هستن، آدم لذت میبره که ازشون چی یاد بگیره، آدم لذت میبره که باهاشون مصاحبه کرده باشه. در صورت توی این کار که هستید یه سری آدم ها هستن حالا یا بر اثر زمان مکان باهاشون مصاحبه میکنی، باهاشون عکس میگیری، ولی لزومن اون چیزی که شما اینجا میبینید این همون سوربیه که سال 1998 شروع کرده از رادیوی محلی، بعد تلویزیون محلی، بعد ما رفتیم از داور تلویزیون رنگارنگ وقت بخریم برای اون بچه‌هایی که اونجا بودن با اونا. بعد داور به من پیشنهاد کرد که آقا چرا میخوای این زحمت‌ها رو بکشین و اینها، شما بیا اینجا برنامه داشته باش. همون موقع هم یه مشکلی پیش اومده بود، اون آقای رضا فرنود اون جوونیش و نادونیش و حالا اینکه بچه سرهنگ بود یه کمی لوس بود و اینها، من گفتم که خب میام و من و آقای محمد کلهور، محمد کلهور هم یه جوونی بود که توی تلویزیون ایران هم کار کرده بود، ما رفتیم و
برنامه ها رو روز یکشنبه شروع کردیم و اصلا هم هدف ما این نبود که راجع به سیاست صحبت کنیم، چون چیزی از سیاست نمیدونستیم، هم الان هم نمیدونم. شما الان اگه من بگی آقا بیا باشو مسئول فلان کار سیاسی، میگم من بلد نیستم. بارها گفتن، خانم دکتر، خانم مقدسی بود، همسر دکتر مقدسی، به من تماس گرفت سالها پیش که من همسرم فوت شده و این نوشته ها رو گذاشته، گفته یه آدم خوب پیدا کن این حزب مردم یا حزب ملت ایران رو. بهش گفتم خانم شما برو بده اینایی که دنبال حزبن بلدن حزب بازی، من بلد نیستم اصلا این کارا رو، من درسش نخوندم و پولم حتی میخواست به من بده، گفتم شما بده به این مهدی جلالی، همین بچه آخونده هستا که حالا هی چه میدونم رفته نمیدونم پول از کجا پیدا میکنه، زگهواره تاگور دانش به جوی شده. خب اینم از اون. و من تا حالا که اینجا نشستم دوستان، کسی پیدا نشده بگه سربی اینو گفت دروغ گفت. یعنی اگه بیاین به من بگید اینو که گفتی دروغ بوده یا اشتباه بوده غلط بوده، خودم میام نشون میدم، خودم میام میگم، عذرخواهیم میکنم، ولی شماها پایه و اساستون سسته. طرف اصلا بدونی که دوتا کاغذ خونده باشه، دوتا ویدیو نگاه کرده باشه، تو جریانات سیاسی باشه، میگه ترامپ هرچی تو دلشه میگه. نخه، ترامپ هرچی تو مغز کثیفشه میگه. و این کثافت، شما حاضر نیستی یک ساعت زن و بچه و دخترت بذاری پهلو این، ولی حاضری مملکت رو بدی دست این. اینا اشتباهاتیه که چون بت پرست هستین دقت نمی کنید. ولی اگر کسی حاضر شد طرفدار ترامپ باشه بیاد اینجا صحبت کنه، ما بهش قول میدیم خیلی مؤدبانه خیلی دوستانه باهاش صحبت کنیم تا مردم بفهمن تو مغز اینها چی هست. و اما راجع به سینه زنی، دیدید هنرمندا چقدر گفتن این آخوندهای نفهم به مردم میگن بیان سینه زنی، مردم میان نمیدونم مبتلا میشن. دوستان نگاه کنید، اینا هنرمندای مملکت من و شما هستن. حالا هنرمند تطلو هم نه، هنرمندی که دنبال آقای شجریانه. این عکس رو نگاه کنید، نوشته که اینه: کارگاه تخصصی آواز شجریان به مناسبت فرارسیدن ماه مهر و تولد محمد رضا شجریان یک گرد همایی با حضور شاگردان این هنرمند از جمله وحید تاج، مهدی امامی و و و برگزار کرد. نگاه کنید، یه نفر، دو نفر فقط ماسک داره توی این عکسی که 1 2 3 4 5 6 7 8 نفر رو میبینیم. خب 3 نفر ماسک داره، یکی ماسک داره، یکی هم پشتش به دوربینه. بذاری رو این نشون بدم ببینم پیدا میشه. این یه ماسک، این دوتا ماسک، اینم یکی، باقی ماسک ندارن. این آقا نداره، این نداره، این نداره، این نداره، این نداره. از اون بدتر دستاشون رو آوردن به هم دست میزنن. من دیشب یه جایی بودم، طرف از دور تا آمد که به اصطلاح اینجوری دست بده، گفتم آقا نه اینجوری دست بدین، نه اینجوری بزنید به هم دیگه. چون همین تاچ کردن، مثلا شما فکر کنید که من کرونا روی پشت دستم هست، خب میزنم به شما میاد اونجا. اگه قرار ما به وسیله سوشال دیستنس، یعنی رعایت کردن فاصله اجتماعی، این رو کنترل کنیم، ماسک هم که میزنیم ربع ساعت بعد هممون در میاریم، حالا میخوایم آبجو بخوریم یا میخوایم عرق بخوریم یا میخوایم آب بخوریم یا میخوایم چای بخوریم. خب این ماسکی که گذاشتی کنار، دستم که دادی. از اون بدتر دیدم یه دوستمون اصلا اون یکی رو هاک کرد، اونم با اکرام میگه نه آقا هاک نکن، میگه نه مهم نیست. یادتونه من از قدیمم از این ماچ کردن بدم میاد، بعضیا میمد اصلا طلا طلا، یکی هم نه دو تا نه، حالا دیگه شده اون سه تا ماچت میکنه، بعد بعضی ها صورتشون عرق کرده، خودت اصلا ممکنه عرق کرده. این چیه این عادت ها؟ این مال موقعی بوده که ملت نمیتونستن حرف بزنن. میدونی تمام اینا ادا و شکلا و اینا مال زمانی بوده که بشر قادر به کانتکت یا ارتباط برقرار کردن نبوده. حالا که دیگه میتونه با زبون صحبت کنه، میتونه با تلفن صحبت کنه، میتونه با علامت صحبت کنه، دیگه اون چیزا لازم نیست. آخر هفته است، سعی کنید اگر مهمونی میرید یا مهمون براتون میاد رعایت کنید تا اونجایی که میشه، باز اینم تا اونجایی که میشه. میخوام یه چند تا عکس دیگه از اینجا بهتون نشون بدم، کامرای 3. حالا اینا هنرمندای ما هستن که احتمالاً نگاه کنید دوستان، هیچ کدومشون ماسک ندارن اینجا. همینا رو
و ببینید دارن عکس آقای شجریان که رو کیک انداختن، از این کارم من خوشم نمیاد، عکسو میندازن رو کیک، بعد با چاقو میافتن به جون این بدبخت، تیک تیکش میکنن و کارهای بی خود ولی رایجه. نگاه کنید دوستان، نو ماسک نو ماسک نو ماسک نو ماسک نو ماسک، این خانم عکاسه نو ماسک، اون یکی نو ماسک، این آقا فقط ماسک گذاشته. حالا همین هنرمندا اگه یه جایی باشن صحبت میکنن از اونایی که آقا رعایت نمیکنن مردم، چنین چنان، مردم ما فهم ندارن، شعور ندارن و الی آخر. این خانم چه اسمش، خواستم بگم نوشافرین، گلشیفته فرهانی هم توی تبلیغی مال چیز بوده، مال فرانسه بوده و اینا، عکسش آمده. خب و اما یه فیلمی رو من داشتم صحبت میکردم، یه دفعه رشته کلام رفت از دستمون، راجع به دشت مغان و یه پروژه‌ای بوده که گویا میگه، ادعا میکنه اسرائیل اونجا داشته زمینا رو از مردم میخریده، زمینای کشاورزی، مردم رو از اون روستا بیرون میکنه. دلیلش این بوده که میخواسته به رودخانه ارس، به اون روسیه و اینا نزدیک باشه، بعد که گندش بالا میاد میرن آذربایجان و میگه الان چک کنید آذربایجان همین اوضاع هست. بذارید من این فیلم رو، عکسش رو بهتون نشون بدم و اگر باز هم دوستان خواستن، اسم فیلم هست روزگاری عشق و خیانت. بذارید اینو عکسش اونجوری نشون بدم بهتر نیست؟ روزگاری عشق و خیانت، اینجوری نشون بدین. آها نشته ویدیو ان اویلیبل. پتیک به من گفت آقا این ویدیو رو نشون نمیدن، اینو حتما برداشتن، چون یه عده مثلا ممکنه اعتراض کرده باشن. اتفاقا من از آقای انصاری سوال کردم که آقا شما راجع به دشت مغان و این پروژه چیزی میدونید؟ ایشون هم طبق معمول گفت که به فضل خدا و به شکر خدا نمیدونم، ولی فیلم رو نگاه میکنم، اگر چیزی یادم اومد یا دونستم بهتون میگم. اسم فیلم هست روزگاری عشق و خیانت. بذارید بزرگتر بهتون نشون بدم، میخواستم عکسش هم بهتون نشون بدم. من این فیلم رو دیدم، یه کمی که چه عرض کنم خیلی از حقیقت دوره، ولی میدونید که بعضی وقتا دیگه باید اینجوری شما خودتون نگاه کنید و ببینید چه خبره. روزگاری عشق و خیانت، ببخشید من گفتم حقیقت، برید نگاه کنید و اگر خواستید نظرتون رو بگید، نظرتون رو هم جوری بگید که برای اونایی که فیلم‌ها رو ندیدن خرابش نکنیم. اگر هم کسی خواست یک باشگاه فیلم کلاب، این کلوب یادتونه تو ایران میگفتیم کلوب، کلوب لاینز، فیلم کلاب خواستید را بندازید، میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید. اونجوری به طرف میگیم اگه این فیلمو ندیدید شما، ما الان 30 ثانیه صبر میکنیم، شما برید از این کانالتون، چون ما میخوایم راجع به این حرف بزنیم و این رسمه. اینجا درباره فوتبال، والیبالی که انجام شده، بسکتبال، مسابقات ورزشی دیگه صحبت میکنن، به طرف میگه چون ما میخوایم راجع به این بگیم، اگه شما ندیدید و میخوایم بعد ببینید شما برو گوش نده. اونا هم این کارو میکنن، ولی ما ایرانی ها نمیریم، وای میسیم، بعد به طرف فوش میدیم که آقا آخرش برای ما خراب کردی. و اما توییتر آقای مسعود خدابنده نوشته ایرانز IRGS open new naval base at Strait of Hormuz. این Strait of Hormuz همون تنگه هرمز رو میگن. بذارید من این عکسم بهتون نشون بدم، این از طریق توییتر برای من اومده. دوستان روی توییتر هم اگه ما رو فالو کنید، وقتی ما یه چیزی میذاریم براتون میاد. آقای نیساری گفت شما 8000 فالوور داری. آقای نیساری اذیت نکن، قربونت برم، ما دوستی مثل شما داشته باشیم احتیاج به دشمنان سلطنت طلب و اینها نداریم. ما فالوورمون حدود 15000 نفر روی تلویزیون مردم فیسبوک، دوستامون بیش از 12000 نفرن، روی صفحه شخصی خودم 5000 نفره. ولی بذارید یه چیزی رو من بهتون نشون بدم که این بد نیست آدم ها گاهی وقتی اعداد و رقم و اینها رو ببینن،
چون کمک میکنه. البته یه دوستی من گفت آقا این شماره ها، گفتم من این شماره ها رو خیلی باور ندارم با وجودی که به نفع خود من هست، ولی نگاه کنید مثلا 617 هزار نفر فیسبوک، 617 ثبت کنید، باید کجا باشی خدایا، همین توی اس بی سوربی با مردم گذاشتمش، بله اینها 617 هزار نفر پلیر 3، میبینید نوشته 617 هزار نفر آمدن یک گشتی زدن رفتن، 107 هزار نفر اینجوری، نمیدونم 415 نفر اونجوری، ولی شما این عدد و ارقام و اینا رو خودتون میتونید نگاه کنید. و یه دوستی گفت که از کجا مطمئن بشیم که این همه آدم میبینن؟ گفتم شما مطمئنی الان که میری تو خیابون ماشین بهت نمیزنه بمیری؟ گفت نه. گفتم از همینجا. هیچ اطمینانی در هیچ قسمتی از زندگی موجود نبوده، نیست و نخواهد بود. و اما میگه که گام‌های آهسته و پیوسته عربستان برای، وقتا یادتون میگفتن قباحت داره، پس یا قباحت هم میگه، قباحت داره، قب زدائی از رابطه با اسرائیل، یعنی عربستان قدم قدم داره پیش میاد تا بعد از بحرین و امارات اونم با اسرائیل، همونجوری که مصر 30 سال پیش با اونها بود، اینها هم با اون برن. رونمایی اتحادیه اروپا از طرح همبستگی اجباری برای حل بحران پناهجویی، شارل میشل قرنطینه شد. نگاه کنید حالا همین اکثر رو نگاه کنید، بهتون میگم اینا اینجوری دست میدن، بعدم میگه قرنطینه شد. خب معلوم آقا اگه رو کوت این باشه به کوت اون یکی وصل میشه، اونم بعد میره تو ماشین و تو رستوران این ورور و میگیرن. چرا چین در آستانه انتخابات 2020 خرید نفت از آمریکا و روسیه را بالا برد؟ من نمیدونم، شما میدونید بیاین بگید. و وضع ایران دوستان خیلی خرابه، شما چی فکر میکنید؟ بحرین عملیات تروریستی مورد حمایت ایران را اوائل سال 2020 خونسا کردیم. حالا دیگه بحرین هم دم درآورده. توی بحرین هم یه سری شلوغی های هست، باید نگاه کنیم ببینیم چه خواهد شد. جو منفی 94 درصدی در معاملات سهام افت دو روزه بورس تهران به 6 درصد رسید. یک زن به زن ارسال نامه سمی به کاخ سفید بازداشت شد. هفته قبل همون رئیسن که من فرستاده بودن گویا یک خانمی رو دستگیر کردن در این رابطه. درخواست اعضای پارلمان فرانسه از شهروندان، واکسن آنفولانزا حتما بزنید. شما میزنید یا نمیزنید؟ حالا واکسن کرونا اگه بیاد چیکار میکنید؟ میزنید یا نمیزنید؟ تو آمریکا خیلی از آمریکایی‌ها میگن ما نمیزنیم چون به این دولت اعتماد و باور نداریم. دوستان عزیز بذارید ببینم عکسی هست بهتون نشون بدم، چون داریم به پایان وقت نزدیک میشیم. و بله یه عکسیه که قبلا هم بهتون نشون دادم، این که میگه در 30 سال گذشته ما چند تا دستگاه رو کردیم توی یه تلفن، از ضبط صوت، دوربین فیلم برداری، قطنما، چراغ قوه، هرچی که بگی، کامپیوتر اینا، و الان بیشتر هم شده. من این عکس رو میخواستم نشون بهتون بدم. این ترامپ چند روز پیش این شعار رو برش ساختن، ترامپ لاید 200,000 امریکن داید، یعنی ترامپ دروغ گفت باعث شد بیش از 200,000 نفر به اصطلاح بمیرن. و این عکس رو قبلا هم بهتون نشون دادم، ترامپ بعضی از طرفداراش فکر کردن این حضرت مسیح بالای سرش، در صورتی که این یک قاتل جانی منسون که یه دو سال پیش فوت شد توی 80 چند سالگی، و این همی بود که شارون تیتو کشتن، یادم ما بچه بودیم توی ایران و اینها. یه سری عکسای دیگه هم دارم، سعی میکنم این ویکند ردیفشون کنم به شما نشون بدم. اینم یه عکس جالبه اینجا که نوشته که این کووید واکسن رو اول بدید به افرادی که در
مجلس هستن یا تو گاورمنت هستن they should first test the COVID vaccine on government official. اینایی که مقامات رسمی دولتی رو دارن باید امتحانش کنن. بعد نوشته if they are safe the vaccine is good. اگه اونا جون سالم به در بردن خب واکسن خوبه. بعد if they die, if یعنی اونا اگه مردن the country is safe. اینم از بدی افراد دولت. ببینید حتی دولت آمریکا مردمش اینجوری به اصطلاح انزجار خودشون رو عنوان میکنن. و من این رو هم بذارم اینجا که نوشته امروز امکان پخش از فیسبوک نبود به صورت زنده. شایدم اصلا این یه سبب خیری باشه. گفت عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. شاید اصلا همین روش پیش بریم، چون برنامه قبلی که اجرا کردم صدا و تصویر و اینا خیلی بهتر از موقعی بود که با فیسبوک شیر میکنیم. بینندگان گرامی، امروز امکان پخش مستقیم از فیسبوک نیست، باید بگم نبود. لطفاً برنامه امروز را از طریق وبسایت تلویزیون مردم و کانال مردم تیوی یوتیوب تماشا کنید. آدرساش هم اینجا نوشتیم. و از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. 3 دقیقه به ساعت 4 باقی مونده. ساعت 4 بعد از ظهر برنامه شماره 288 آقای حسن ارشاد رو از تلویزیون مردم میبینید. لطف کنید این برنامه رو با دوستانتون هم به اصطلاح شیر کنید. روز و روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. مرسی.